دوستانو سلامونه او احترامونه خراغلاس د سپینو خبرو پروګرام ته هیله ده چې جوړ خوشاله وریالي اوسئ. دوستان عزیز، عرض سلام و احترام خدمت فرد فرد. باز هم از طریق شبکه جهانی تلویزیون پیام افغان بخش سخن اوریان خدمت قرار داریم و بالای اوزای جدی افغانستان انشاءالله با هم مشترک صحبت خواهیم کرد. البته غیابت پروگرام در طول چند روز اخبار مهم آنچه سرخط اخبار بود دو نشست، یک نشست در اسلام در لاهور که البته توسط سران احزاب با دعوت از نهاد لاهور البته صورت گرفته و با وزیر خارجه پاکستان دید و دید صورت گرفت. در اونجا افراد و اشخاص زی داخل در قضایای افغانستان و یا بگویم مطرح در مسائل سیاسی افغانستان چون آقای حکمتیار، آقای نور و بقیه چهره های شناخته شده حضور داشتند، در دعوت اشتراک داشتند و البته این نشست ها میتونه سرنوشت ساز شود در قضایای افغانستان. شما میدانین ابعاد داخلی و خارجی قضایای افغانستان که بیشتر پاکستان با در بخش البته مسئله طالبان و ای که در افغانستان صلح را به هم میزنه و دسترازی داره در ضای افغانستان، سرتکانی ما افغان ها و همچنان قضایای افغانستان بیشتر به ناتو و اشغال افغانستان که البته توسط ایالات متحده امریکا صورت گرفته. البته بیشتر مقدرات ما مردم توسط دیگرها تعیین میشه و رقم زده میشه. این نشست هم در پاکستان در امو محلی که بیشتر ما افغانها یعنی سرتکانی داریم که البته پاکستان یعنی مایه فساد هست در قضایای افغانستان توسط وزیر خارجه و اونا البته این رابطه اظهار داشتن، به نتیجه که واقعا پالیسی پاکستان به ضرر افغانستان بود و ما پالیسی خود تغییر دادیم. انشاءالله صلح و سلام به افغانستان اعاده خواهد شد و اطمینان به اونا سپردن و حتی بالای مسئله دیورن هم در یک مجلس صحبت صورت گرفته و آقای عطای نور در رابطه چیزهای گفتن اونا بود. همچنان در پارلمان البته پارلمان مشکلات خود داشت. دوستان عزیز، دو چهره آقای رحمانی و آقای اصولی در کلیه هم می زدن و یکی برنده ریاست پارلمان خود می دانستن، آقای رحمانی که بیشتر رای را برده بودن و آقای اصولی که البته اونا هم ملاحظاتی داشتن. در یک هفته اخبار بیشتر احتوا داشته بود و حتی چوکی و میز رئیس شکستاندن و حتی شنیدیم که در هندوستان یک خانم به رسم احتجاج گفتن که پول پارلمان و اعمار تعمیر پارلمان و میز و چوکی از او توسط پولهای هندوستانی ها اعمار گردیده در افغانستان، بنان ما شاید ویزه ها را بالای کسایی که احتجاج میکنن در پارلمان یا وکلای پارلمان بند کنیم که به هندوستان سفر کرده حتی نتانن یک احتجاجی را به یک حساب قرائت کرد. یک خانوم ما دیروز در یک بخشی از اخبار می دیدم که با پول هندوستان پارلمان یا تعمیر پارلمان یا افغانستان احداث گردیده. به هر حال او مسئله هم گرم بود و همچنان خبر مهمتر از او که نشست هفتم طالب و امریکا بگویم یا آقای خلیلزاد در قطر در 29 ماه جون یعنی در همین ماه صورت خواهد گرفت و آقای خلیلزاد در توییتر خود نوشته بودند که یعنی هر دو جانب میخواین که با سرعت این مسئله به پایان برسه و یک نتیجه مثبت از او بار بیاید. همونطور است دوستان عزیز و همچنان اختلافات در میان اعضای سنای افغانستان که نشستی که در پاکستان صورت گرفته خدا است و پاکستان هیچگاهی در صلح و سلام افغانستان یعنی
همکار نخواهد بود. به هر حال این چند خبر برگزیدیم دوستان عزیز، میشه بالای هر کدام از دیروز شروع میکنیم، از سفر امین نشستی که در قطر قریب الوقوع است، در 29 همین ماه یک 4-5 روز بعد صورت خواهد گرفت، شاید یک نتیجه را بار بیارم تو که از اوضاع معلوم میشه. دوستان عزیز توجه دارین به خبر اول که البته نشست قریب الوقوع در قطر از توسط طالب و آقای خلیلزاد صورت خواهد گرفت. توجه دارین قرار است هفتمین دوره گفتگوها میان نمایندگان طالبان و نمایندگان امریکا هفته آینده در قطر آغاز شود. زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان میگوید که این گفتگوها به روز 29 ماه جون آغاز خواهند شد و تمامی طرف ها خواهان یک پیشرفت سریع در گفتگوهای صلح هستند. در همین حال پاکستان امروز نیز میزبان برخی از سیاستگران افغانستان درباره صلح افغانستان بود. زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان در صفحه تویترش نگاشته است که این دیدار به روز 29 ماه جون آغاز خواهد شد و تاکید کرده است که تمامی طرف ها خواهان یک پیشرفت سریع هستند. کلی قلب دروازه صلح و زمانبندی خروج قوای خارج است. ارگاه به این توافق صورت بگیره باز به تمام مسائل رسیدگی شده میتانه. منابع آگاه از این گفتگوها میگویند که انتظار میرود در این دور از گفتگوها چگونگی بیرون شدن نیروهای امریکایی از افغانستان و آغاز گفتگوها میان افغانان به نتایج برسند. افغانستان در دولت خواه طالبان هم در زندانون خوشیسته بیدی و من دیر امیدواریو چه انشاءالله و تعالی پده که حتما در دور طرف اگر غختنی چیدی اگر انشاءالله و تعالی چه مثبت نتیجه درسیگی انشاءالله. وزیر خارجه پاکستان هم میزبانی و گفتگو با 57 سیاستگر افغانستان را درباره روند سال تکمیل کننده تلاش های میداند که ادامه دارند. این گفتگوها تکمیل کننده تلاش های استند که در دوحه، مسکو و بخش های دیگر جهان درباره روند صلح افغانستان انجام می شوند. مشبدی تینگار و که چه پدوار رو باید پیش رفت. هم پر دوارخیز و اریکو بندی او هم پر سولی بندی. رئیس اجراییه در واکنش به نشست سیاستگران افغانستان در پاکستان میگوید که از هر تلاشی که بر روند سال کمک کند استقبال میکند. او به شخصیت هایی که دعوت میشن اونا خودشان قضاوت میکنن که چقدر مفید است بر صلح در کشور. من بحثی در باره صلح در هر جایی که باشه، در هر گوشی از دنیا که باشه، یک بحث حرام نمیدانه. وزیر خارجه پاکستان امیدوار است که رایزنی های اسلام آباد با سیاستگران افغانستان گره های کور گفتگوهای سال را باز کند. حرام نمیدان آقای رئیس اجرایی، مگر این کرسی ریاست اجرایی حرام است به نظر ما و معاش هم حرام است برای آقای دریشه و کفکاله هم حرام است. این بحث های صلح نمیدانم، اگر در گذشته آقای عبدالله عبدالله رد میکرد و پاکستان را نقد میداشت و امروز جلساتی که در اونجا آقای عطای نور و دیگه دعوت شدن، به نظر ما اگر فرضاً پاکستان فردا بیا و از این گروه شورای نظار و جمعیت و کسایی که نقد میکنن پاکستان و هموز زنجیرکای خود بیاره و ریسمانکای خود در گردن از اینا پرتن، با پاکستان هیچ مشکلی اینا ندارن. مسئله علایق هست و تضاد علایق در اینجا مطرح میشه. برای اینکه اگر نوکری پاکستان و امریکا رو میپذیرین، بادار پاکستان و نوکری روس و دیگر همه را اکثرا میپذیرین، ایران و هندوستان، چرا پاکستان دشمن شما باشه؟ اونا هم کشورهای زیدخل در قضایا و برای بدبختی افغانستان. به هر حال دوستان عزیز، البته خبر بعدی از او اختلاف اعضای مجلس بود. بسیار جالب بود که اونا بالای نشست پاکستان اونا هم ملاحظاتی داشتن، بعضی ها مخالف و بعضی ها موافق. خبر جالب بود، توجه دارید. شماره از اعضای مجلس نمایندگان میگویند که قرار است یک کمیته تازه
برای رسیدگی به اختلافهای اعضای مجلس نمایندگان به کار آغاز کند. از سوی دیگر شماره از نامزدان انتخابات مجلس نمایندگان اعضای کنونی مجلس را به دامن زدن به تنش‌های قومی متهم می‌سازند و هشدار می‌دهند که هرگاه این اختلافها پایان نیابند، آنان مجلس موازی ایجاد خواهند کرد. اینجا نامزدان معترض انتخابات مجلس نمایندگان گرد آمدند و ادعا میکنند که راهیابی بیشتر نمایندگان این دور بر بنیاد معامله های پولی و روابط بوده است. از همین رو تنش ها در مجلس ادامه یافتند. شرم از به شما که امروز میان به پارلمان تعصب ایجاد میکنین. شرم از به شما که در پارلمان اکثریت اقلیت میگین. واضح میگم که پارلمان جای قانون مداری است، جای اراده مردم است. در همین حال شماری از سناتوران شکسته شدن میز و چوکی رئیس مجلس نمایندگان را در درگیری های روز چهارشنبه هفته گذشته مجلس نمایندگان شرم آور می دانند و بر کیفر کسانی تاکید دارند که میز و چوکی رئیس مجلس نمایندگان را شکستند. بلجاجت، زورگویی، جنجال، کشمکش، قانون شکنی پایان داده شود و یک دیگر را بپذیرند، قبول بکنند. هندوستان یا وکیل راجگیگی هغه وایي چې په د خلکو باندې ویزې بندې کوي او موږ د خپل ریکشاوان د مالیې نه د دغه تعمیر پیسې ورکړي دي او تعمیر هم ورته جوړ کړي خو افغانان په ده باندې نه پوهېږي. در این میان شماری از اعضای مجلس نمایندگان میگویند که شماری از اعضای مجلس میکوشند تا یک هیئت تازه برای حل این تنش ها ایجاد شود. دواله جانبه په دې کې کوشش کوي، همکاري کوي، سیو د الله را پیدا کی زه امیدوار یم یو څن لپاره مهم د دې سره ټاکلې دي. ان شاء الله خدای ته امید لرم ستوي یا دوه ورځې پورې به ان شاء الله مرتاسه دې شاهد اوسو. پیش از یک ماه از ادامه اختلاف ها میان اعضای مجلس نمایندگان سپری می شود. تا اکنون چندین کمیته برای حل این اختلاف ها ایجاد شدند، اما این اختلاف ها تا اکنون حل نشدند. حالی خبر هم جالب است، داریم این خبر. منتها میریم به خبر امروز دوستان عزیز از طلوع. نشست البته پاکستان بسیار مهم است که نتایج از او قرائت گردیده و پاکستان تلاش داره که بالای صلح بیشتر لنگر انداخته شود و پاکستان همکاری خوب باشه و از گذشته ها ندامت کردن و گفتن که وزیر خارجه پاکستان که در سابق پالیسی ما در برابر افغانستان نادرست بود و دو یک تغییر قابل ملاحظه آمده و ما انشاءالله میکوشیم تا طالبان با میز مذاکره بکشانیم و یا در رابطه با صلح با طالبان بیشتر صحبت بداریم و اونا را یعنی با خیشتنداری و ملایمت دعوت بداریم. توجب دارین خبر جالب. سیاستگران افغانستان میگویند که رهبری حکومت پاکستان با آنان اطمینان داده است که از بهر آغاز گفتگوهای میان افغانان و نیز برقرار یک آتش بس با رهبری طالبان گفتگو میکنند. این سیاستگران میگویند که نخست وزیر پاکستان در دیدار با آنان پذیرفته است که سیاستهای حکومتهای پیشین پاکستان در برابر افغانستان نادرست بودند و اکنون سیاستهای این کشور در برابر افغانستان به گونه چشمگیر تغییر کرده است. در دومین روز دیدار سیاستگران افغانستان با مقام های پاکستانی، سیاستگران افغانستان در باره خط دیورند نیز بحث‌های داشتند. شریف امیری گزارش می‌دهد. میگوید که سیاستگران افغانستان در دو روز دیدارهایشان با سیاستگران به رهبری حکومت پاکستان دیدگاه‌هایشان را درباره سال بر روابط کابل اسلام آباد مطرح ساختند. و فشرده این دیدارها این بوده است که اسلام آباد می‌خواهد به کابل نشان دهد که در پی همکاری در روند سال و بهبود اوضاع امنیتی در افغانستان است. به شما اطمینان می‌دهیم، شما در نیت اراده ما شک تردید نداشته باشین. دیگه ما برای آوردن ثبات، برای آوردن صلح و حرف صحبت کردن با طالبا، با رهبری طالبا ما تلاش می‌ورزیم تا طالبا را متقاعد بسازیم و طالبا را مجبور به این بسازیم که بعد اونا به گفتگوهای بین الافغانی و مذاکرات و به رسیدن به یک صلح تن بده. با این همه شرکت کنندگان این نشست نقش پاکستان را در کمک بر روند صلح افغانستان همراه با بیم و امید می دانند.
امید به این که پاکستان خواستار گشوده شدن یک صفحه جدید در روابط افغانستان و پاکستان است و همچنین کمک به ایجاد اجماع داخلی و منطقه‌ای و نگرانی به این که ممکن است بار دیگر سیاست تداوم در دکترین سیاست خارجی پاکستان مورد توجه قرار بگیرد. در این نشست سیاستگران افغانستان از بهر از میان برداشتن تنش‌ها میان افغانستان و پاکستان بر مسئله دیورند نیز بحث‌های داشتند. بیان جرأت کنیم خط دیورند را مشکلش حل بکنیم. ما نمی‌گیم که لغبخشی بکنیم. ما خود مراجعه بکنیم، رفراندوم بکنیم، با اراده مردم مراجعه بکنیم. هر دو طرف سر حق به اراده مردم مراجعه بکنند. تا هنگامی که یک تصمیم جمعی ملی در ارتباط به خط دیورند گرفته نشه، فکر میکنم یا صلاحیت ندارن که روی از این بحث بکنن. این نخستین بار است که نهاد پژوهشی صلح لاهور به همکاری وزارت خارجه پاکستان نشست را میان سیاستگران افغانستان و مقامهای پاکستانی میزبانی کرده است. هرچند در این نشست تنها دیدگاه ها میان دو طرف ابراز شدند، اما شرکت کنندگان این نشست میگویند که قرار است این روند در آینده نیز ادامه یابد. بله، این هم نشست لاهور بود دوستان عزیز، البته با پایان رسید و نتایج از او هم پاکستان وعده سپرده که کمک خواهد کرد و همکاری های خود جاری خواهد ساخت و پالیسی خود هم در رابطه با اوضاع افغانستان تغییر میده. مگر در پارلمان یا در سنای افغانستان ملاحظاتی اونا داشتن و پالیسی پاکستان خصمانه میدانه و در لابلای سیاستی فریب پاکستان باید با خدا و دروغی از اونا یعنی باز هم اخفال نشه. افغانستان او خبر هم یکی خبر بعدی دوستان عزیز، جنجالای پارلمان که البته بالای ریاست ولسی جرگه بود، در اونجا آقای شخصی به نام ناصر اصولی و آقای رحمانی دو رقیب هم دیگر، آقای رحمانی برنده اعلان شدن و یک غوغا و جنجال برپا شد و میز رئیس پارلمان نشکستاندن و جنگ و یخنپارگی صورت گرفت و یه مسئله در یک و نیم هفته همچنان دوام داشت و بالاخره دیروز شورای افغانستان تصمیم گرفتن تا یک رئیس جدید تازه و کاندید تازه برای کرسی ریاست شورای افغانستان خود کاندید بداره، اونا رایگیری دوباره بدارند. مسئله به نظر ما مهم نیست، مگر باز هم چون سرخط اخبار بود توجه بدارید. پس از 35 روز کشمکش و تنش میان اعضای مجلس نمایندگان، سرانجام امروز اعضای مجلس درباره یک رأی جنجال آفرین رأی‌گیری کردند و سرانجام از میان 229 نماینده حاضر 120 تن به باطل شدن این رأی جنجال آفرین رأی دادند. قرار است که اعضای مجلس نمایندگان فردا برای بار دوم چهره‌های تازه را به ریاست مجلس معرفی کنند. مسعود انصار گزارش می‌دهد. پس از روزها اختلاف و درگیری میان نمایندگان مجلس، اعضای این مجلس با پادرمیانی یک گروه 75 نفری در باره یک رای جنجالی رای گیری کردند. رای را پیشنهاد میکنه خدمت شما که در او عبور از بنبست موجود و حفظ عزت و حرمت تمام طرفای باشد که در این مدت موضع گیری کردند. هیئت موقت اداری برگه های کار گرفته شده را 229 برگه گفت و رای 50 جمع 1 را 115 اعلام کرد. اما در فرجام 120 نماینده درباره آن رای جنجالی رای رد دادند و بر بنیاد این تصمیم میر رحمان رحمانی در این دور باید دست از کرسی ریاست مجلس بیرون بکشد. مطابق ماده 8 اصول وظایف داخلی هیچ کس برنده راوند اول نیست. پس بر مطابقت با اصول وظایف داخلی ولسی جرگه ما و شما فردا به خیر به طرف رأی‌گیری دور دوم میریم. یا الله، بسم الله، الله اکبر. پیش از این میر رحمان رحمانی که از سوی رئیس موقت در دور دوم انتخابات کرسی ریاست مجلس برنده اعلام شده بود، گفته بود که کرسی ریاست را ترک نمی کند و در رأی‌گیری امروز نیز شرکت نکرد. خانه رحمانی صاحب آباد، ما یکی از طرفداران رحمانی صاحب بودیم و این مشوره را به خیر وطن کرد و به این بنبست تالار کرد و به اتحاد اتفاق مردم افغانستان کرد که به می یک رای تن داد و رای گیری شد.
اعضای مجلس برای ادامه مجلس ملک قیس نور آقا را از بهر سن زیادش همچون رئیس موقت برگزیدند. تصمیمی که امروز گرفته شد، این تصمیم بر بنیاد مصلحت ها گرفته شده است، نه بر بنیاد قوانین و اصول وظایف داخلی مجلس نمایندگان. اما آنچه که مهم است، پس از این اعضای مجلس نمایندگان میتونن دو دور دیگر انتخابات کرسی ریاست مجلس نمایندگان را برگزار کنند. هرگاه در این دو دور هر کسی که بتونه 50 جمعیت پوره کنه میتونه همچون رئیس مجلس نمایندگان پیش برد. در غیر آن میر رحمان رحمانی میتونه با برنده که بیشترین آرا را بدست بیاره در پس از دور سوم به رقابت بپردازد. دوستان عزیز، یه هم از پارلمان افغانستان که البته اختلافات برچیده شد و شاید یک دو چهره جدید باز معرفی شد در درون پارلمان، هر یکی را که رئیس پارلمان انتخاب کنه خود اعضای پارلمان نمایندگان مردم شمرده نمیشن. باز او کسی را که افراد و اشخاص چهره هایی که در پارلمان افغانستان تحت عنوان وکلای مردم افغانستان جمع شدن، با زونا یک رئیس تقلبی را البته خاط گزیدن. به نظر ما خب یعنی همو افراد و اشخاص غیر مردمی و خودسر و نمایندگان کشورهای خارجی و حکومت افغانستان شاید یک رئیسی را بگمارن که هیچ به ملت افغانستان هیچ سودی را بار نمیاره. به هر حال همه طور از دوستان عزیز بالای مسائل صحبت میداریم، نظریات شما را میخواییم داشته باشیم. لطفا تلفن بزنین، در این موقع لاینای ما چند تاش باز است. بله، سلام علیکم. آقای خطاب، سلام علیکم. و علیکم سلام. سلام به همه هموطنهای که شفته و فرفته آزادی، استقلال و نظم و امن و صلاح و فلاح در درون افغانستان واقعا بر بدبخت آفت زده هستند. احمد چاستم آقای خطاب، ما روز پنجشنبه گفتم برد که به هموطنهایم پیشنهاد کردم، عرض کردم که این وطن ما، این خانه ما، این خانه آفت زده ما که در او هر رقم حیوانات جای گرفته و این حیوانات مقصد ما از افغان ها نیستن، مقصد ما از این خارجی های وحشی جنایتکار که به سرکردگی امریکا و ناتو آمدن. و شما باور کنید که او تو ملیت نیست که در اون افغانستان وجود نداشته باشه، از سیاه گرفته تا سرخ تا زرد تا هر رقمه که بخواهید اینا برای شما آوردن. یکی خواه عسکرهای از ایناست، یکی کنترکتورهای از ایناست، کسایی که همراه از اینا قرارداد دارن، قراردادی هستن، از هر ملیت هست. و اینا وطن ما را در یه 20 سال یک هم رس افغان های عزیز، هیچ وقت افغانستان 20 سال اشغال نشده بود. این کسی که وقت 3 ساله بود، حال 23 ساله مردک هست، زن اولاد داره. این نه تنها مردم و افغانستان را شکستانده، بلکه حتی هویت ما را شکستانده، تمام ارزش های ما را پایمال کرده. این یک راه داره، یک راه یزی و او از دست از تای دل خود و ما با از خوشی دل خود با سروری گپ نمیزنم که این خانه باید در بگیره. به ذات خدا جل جلال و قسم از آقای خطاب هموطنهای عزیز و همه هموطنهایی که شیفته آزادی و استقلال از این وطن هستند، صرف نظر از او که امارات اسلامی بیایه یا نه، من میگم بیایه، شما اگر میگین نیایه خیر است، این مهم نیست. اولین رکن نجات افغانستان خروج و بیرون راندن تمامی اشغالگرهای وحشی از درون افغانستان است. در غیر از او دیگه هیچ راه ندارید. شما میگن که مثلا شورا چرا قانون نیست، بهترین قانون ما داریم و ایتو رسوت اما چرا تطبیق نمیشه؟ این نمیخواه امریکا که تطبیق شود. یک نفر که میخیزه در شورا یک چوکی را میشکنانه و پولیس علت میکنه یک چیز دیگره، او را امریکایی نمیتونه بگه نکو بخواه
خاطر از اینکه پشترش نفر داره میگه باش که اینا از ما آزرده نشن، یکی تا نکت دیگه تان میکشه. اینا یک را داره وقت به کسایی که میگن که طالب امی طالب پس کنین آخایان نامش هم دیگه نگیرید. بین ما و شما صحبت میکنیم، امی وطن خواست شما هم است بفرماین بکشین امریکایی را از وطنتان. من جمله ما یک جای میشیم امریکایی رو بکشین، امریکا ناتو تمام خارجی ها از وطنتان، وقت نام طالب رو نگیرین. طالب تنها این مملکت خواست طالب نیست. ما طالب چرا همیش گفتیم که اینا بر حق هستن؟ به خاطر ازی که وقت مقصد ما قطر نیست. طالبایی که سر خود برای آزادی و استقلال افغانستان میتن، اینا کسایی هستن که آزادی و استقلال میگیرن. بعد از او برادر، تو که میخوای لیبرالیسم جور کنی جور کو، اما هر چیزی که جور میخوای کنی تا یکی خارجی را از وطنت نکشیدی و خدا که یک دانه پلچک ساخته بتانی. و ما استدعای ما، آرزوی ما و عرض ما به تمام وطن دوستا و کسایی که تشنه آزادی و استقلال هستن نیست که یک محشر را جور کنند درون افغانستان برای چند وقت، 3 ماه 4 ماه، که تمام خارجی ها و یا رازل وطن فروش های خود فروش های کمرای اجاز مجبور شمن که وطن تر کنند. در غیر اینا در 100 سال هم نمیرن. تشکر آقای رحمت تو رحمه از خوب هست. چی میگه سر خوده با دیوار زدن هست؟ ما با کدی ما روز با یکی از دوستا صحبت میکردم، گفت ما والا مجاهد بودم و در دوران جهاد نمیدانم گرمی پیشاور را تیر کردم و فلانی کار کردم دیگه کردم. ما به این نتیجه رسیدم، گفتم شما کار خوب نمی کردین. گفت چرا؟ گفتم همون جهاد که همون وقت شما کردین اون نتیجه از او را ببینین. معمولا یک انسان عقل یک کاری را انجام میده که یک نتیجه با خود داشته باشه، در پی داشته باشه. یکان بار جد و جهد بعضی انسان ها اینقدر با آسیاب دشمن آب میاندازه، اینقدر دیگه را مرفع و آرام میسازه و خود بدبخت میسازه. این کارم ما گفتم دیدین یک تجربه بسیار خوب شدم این جهاد افغانستان که دیگه از او حاصل بردن. ولی یکی از دوستایم از قزاقستان او روز گفت ما داستان میکرد، میگه ما اونجا تعلیم هم کردیم، آقای استاد شکور نام دارن دوستی ما هستن در سندیگو، گفت بری والا بسیار یک آرامی هست در اونجا، داد و ستود و تجارت و فرحت اجتماعی تامین هست، قانون برقرار هست، کس کس نمی کشه. یک کتلی بسیار جانانی در قزاقستان زندگی میکنه. اگر بری میگه بسیار ساعتی تیر میشه، یعنی خوش میگذره، بالای بسیار مردم خوبی داره، غذاها، رستوران های بسیار خوب، فرحت اجتماعی، قانون حکیمیت داره، تخاصم موجود نیست، بمگذاری موجود نیست. یا همه یک کشورهایی است که یا ممالکی که محصول ختم جنگ سرد و ختم جنگ سرد هم به خون 2 میلیون افغان شما و مهاجرین شما و در بدر شما و بیوه و بیوزن شما رقم زده شده. از تقریبا 5-6 کشور اسلامی و ارمنی و اینا به وجود آمده، هر یکی سرنوشت خود تعیین میداره. یعنی امو اسلامی را که ما میخواستیم در افغانستان پیاده شو، ولی در امی قزاقستان و تاجیکستان و در امی کشورها پیاده شده. در حقیقت اسلام رونق پیدا میکنه در اونجا، مدارس و دانشگاه ها و پوانتون های بسیار خوبه برای تعلیم و تربیه مردم در اونجا احداث گردیده. مگر ما در خون میتپیم، همیال یک کتلی بدبخت دوز غارتگر فاسد از افغانستان درست شده. افغانستان میگه که بوری بیادر، میگه که چند آورده هم یادم مطلق سب فکری اگه افغان دالری شده. یکی از دوستای ما همینجا نوشته، بسیار جالب است، شخص فهیم هم معلوم میشه، میگه یکانه چیزی که اشرف غنی کرده که دالر افغانی را به کلدار نمیدانم پاکستانی به 150 کلدار رسند. مگریره نمیگه که در افغانستان خوب بیادر نه اسعار دارین شما، نه پشتیبانی اثار دارین، پولای خام از بیرون میاد ذخیره میشه و پس میبره، نه تولید دارین و نه مو جی دی پی شما هیچ چیز هم نیست. و شما چند تا انگور تا که انگور در قندار دارین، یک چند تا خربوزه. و چیزایی است که صاحب اگه برای سردخانه نداشته باشین
در اوگنده میشه در دالیزای هوایی تا میرسه تا هندوستان، برای زی که بعضی مواد از لحاظ تنقلات و وقت که لازم است که گنده نشه و خراب نشه، خصوصا مواد خوراکه، و بسیار مهم است در اقتصاد، در مفیدیت نهایی و در قیمت نهایی تأثیر گذار هست. دیگه خود ما خود دیگه مواد نداریم. قرقل بود و خصوصا دیگه گوسپند درک ندار. یک چندان قرقلی که یکیش دکلی به غیرت حامد کرزی گذاشتن و دیگه یک چند نفر. دیگه تو یک چیزی را من نمونجا نمیبینم. در افغانستان تولیدات سرشار و حتی برای مصارف داخلی خود ما نداریم. لباس ما بیگانه است، غذای ما بیگانه است، سیاست ما بیگانه، پارلمان بیگانه و افغانی ما سر به 150 کلدار رسید. و همه امروز سرنوشت دادن یک ابرقدرت چون پاکستان. او در چیه تنزیل و ارتقای اسعار اقتصاد یک کشور تعالی نکرده. یعنی کمک مطالعه اگر صورت بگیره ما میگم همون کار رو بکنیم. بله سلام علیکم. سلام علیکم آقای خطاب. خوب هستین؟ از آلمان. بفرمایید. مهربانی می‌کنم. موضوع یعنی کنفرانس هست. اگرچه موضوعی که من میگم زیادتر ارتباط کنفرانس ماسکو داشت، اگر اجازه بشه که یک بفرمایید. چرا؟ خطاب هر سیاست مداره کمی تاریخ نخوانده باشه بسیار سیاست مداره خراب است. خصوصا در رسی روسا که در آقای کرزای قانونی و غیر قانونی در اونجا اشتراک کرده بودن، من میخواستم بگویم که در 150 سال آخر همه حکومات افغانستان توسط روسا سقوط داده شده. ببینیم امیر دوست محمد خان در وقت روسا چی وعده‌هایی به او نکردن و آخر وعده هم به زنجیر زولانه به هندوستان بردن انگلیسا. امیر شیرعلی خان با وعده‌های روسا با انگلیسا جنگ دوم افغان انگلیس شروع کرد و در بغل دریا مو ای پادشاه مترقی ما فوت کرد. با روسا هیچ نوع کمک به او نکردن. دیسی امان الله خان ببینیم که روسا وعده که امان الله خان از انگلستان می آمد، انگلیسا با او گفتن که از طریق ماسکو با افغانستان نرو. با سیگپا او رفت و روسا با او وعده های دادن. و وقتی که جنگ داخلی در افغانستان صورت گرفت، امان الله خان در قندهار بود، ولیت که در فرانسه در وقت دست میخوان به ماسکو آمد. روسا مانع آمدن از به افغانستان شدن در حالی خود امیر خان چرخی سید حسن در اونجا شکست داده بود. و اگر شاهزاده در اونجا می آمد این مثل یک بم میکفید، امان الله خان هم جرأت پیدا میکرد و نمیراد از وطن. اگر انگلیس ها 20-30% در اینجا یک رول داشتن که امان الله خان سقوط بدن، اما زیادتر 70-80% روس های رول بازی کردن. این موضوعات هم از خود ادارتالا جان بچی امان الله خان شنیدیم در روم، با او یک چند خبر داشتیم. پس اینا بازم میرن. شما ببینید امی زارشا توسط روسا سقوط کرد، داود خان توسط روسا سقوط کرد، این پرچمی ها چی بسرا پابوسی های نکردن و اینا را هم اینا گذاشتن. پس اینا باز در ماسکو میره آی کرزی و غیره و میخواین که از روسای کمک بگیرن. این موضوع و مزار میخواستم به شما. بله تشکر. یک خو مسئله نشست است که کمک خواستن هست. ماسکو یک محل بسیار مهم جهانی است. اگر یک نفر بگه من در واشنگتن در امریکا یک جلسه کردم، یک اشتهار بسیار مهم است، یک محل بسیار مهم جهانی است، مرکز یک ابرقدرت است. و اگر بگه در ماسکو یک جلسه صورت گرفت کی در اونجا اشتراک داشتن، و هم مهم است. خب همونطور که شما فرمودین که میتونه یک حکومت سقوط بده، دیگه باز بسیار مهم است هم ملک. یا پاکستان اگر بسیار دست درازی در امور افغانستان داره و ما سرتکانی داریم و با زور دست کم نگیریم، یعنی آنچه پاکستان میگه یا در درون پاکستان اگر کدام جلسه میشه باید مؤثر باشه. یعنی کسی که جنگ میتونه به وجود بیاره، یعنی اکمال کنه و تشویق کنه،
منبع پاکستان میشه دیگه، باز پاکستان باید آدم دلاسا کنه، با امرایش بینشینن صحبت کنه که جنگ قطع شد. همه تو به نظر ما اگرچه یک کشور افغانستان نیست، امی جهان شما ببینین از مصر گرفته تا امی ممالک شرق میانه، حکوماتی از اونا به دست بیگانگان رقم زده میشه، نگهداری میشه. اکثر کشورهای شرق میانه و سرشار از منابع طبیعی تیلی اکثرا به دست امریکا افتاده. حتی میگن که امی حکومت ایرانی که زد امریکایی شعار میته و تاثیرات گذاشته، در حقیقت پالیسی او وقتی کارتر بود و امریکا بود که یک حکومت آخوندی را آوردن و محمد رضا شاه پهلوی را رای رفته و ناحق برداشتن و کشیدن از ایران. یعنی پلانای طویل المدت خود میخواستن توسط آخونده عمل بدارن. و افغانستان هم یکی از کشورهای ممالک جهانی سوم و کشوری هم بی سواد و هم از لحاظ تعلیمی و هم از لحاظ اقتصادی یک کشور بسیار عقب مانده و پسماندی شمرده میشه. بنان بالای سرنوشت ما هم بازی های فوق العاده صورت گرفته، نه تنها روسیه، انگلیس، همه امریکا. یه 49 کشوری که هست 18 سال است که بالای مقدرات ما بازی میکنن، برده های خدا آوردن، قرار دادن. دیگه ما نباید به حیث زادی افغانستان، نسل افغانستان بگویم که دیگه مقصر هستند. ما خب والا هندوستان هیچ وقت نشنیدیم که بوی انگلیس ها مقصر بودن که بالای ما 350 سال برده از اونا بودیم. همین پاکستانی موجوده هم در قلمرو هندوستان قدیم یکی از کتله از اونا بود. یعنی ما هم سرحد انگلیس بودیم در حقیقت، در اون وقت که این خاکای دیورند و اینا از خاک افغانستان جدا شده. دیگه به اون لحاظ ای که در تاریخ او را مقصر بسازی را حال خوب برادر باید حداقل به اوش بیاییم. با امریکا هم معامله ما اینی چیز سلطه داره، مقدرات ما را تعیین میکنه، ذخایر سرشار طبیعی ما را به تاراج میبره، پاکستان هم بالای سرنوشت ما گذاشته. بازی ها صورت میگیره، عقب پرده ها بسیار شیطنت جهانی دست داره. و در مسکو فکر نمی کنیم که اونجا رفته باشه کسی که بیاین ما را کمک کنین. اونجا رفتن یک جلسه کردن و اونا هم همین جلسه را، حتی اونا گفتن که توسط خود افغان ها در مسکو صورت گرفته. اما تو که در قطر خود مردم نمیرن، کمک نمیخوان، منتها جلسات خود دایر میدارن. یا در لاهور، اسلام آباد، یا در بلژیم، یا در این نوان، همین خود لوکیشنی ملاقات معنی کمک نیست. درست است روسا هم علاقه دارن با طالب و با اوضاع افغانستان هم سرحد هستن و نمیخواین در جوارشان امریکا قرار داشته باشه و سلطه دائمی داشته باشه. یعنی با هم بسیار مغلق شده، به حد تارهای عنکبوت واره به هر جا چسبیده که اگه یکیش خطا بخوره و دیگه از اون متاثر میشه. با شرق میانه، با پالیسی کشورهای عربی تعلق گرفته، پالیسی افغانستان، مسئله افغانستان و ایران، با چین دیگه تو به صورت مجرد اینا نامدن که هم یک کتله خاصی افغانستان اینا زیر سلطه خود قرار داده باشه و باز از اونجا بخچه خداور دارن و برن. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم. علیکم السلام. بفرمایید سب. جناب خطاب صاحب، بیننده تلویزیون پیام افغان، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بفرمایید. جناب خطاب صاحب، صحبت پر محتوا و انقلابی خواهر با احساس مبارز و مسلمان افغان را که در برنامه روز پنجشنبه مورخ 20 جون شما در مورد شهادت محمد مرسی، حیثیت زن افغان و کودتای دزدی ایراد فرمودن، قدردانی نموده، احساسات نیک و استدلال معقولش که با منطق عالی استوار بوده قابل تایید و ستایش است. به نازم شامت، غیرت، عزت و عیمت والای چنین زن مبارز و روشنگر مسلمان افغان را
که افکار و نظریاتش الهام بخش است. محکوم می دارم افکار و نظریات زنان و مردان بی شامت، بی غیرت، بی عزت و وطن فروش را که به خاطر عیش و نوش و زندگی تجملی وطن و مردمش را به دلار فروختن، دلار و دلارداران را قبله و سجدگاهشان ساختند. لعنت می گویم به کسانی که می خواهند سرنوشت افغان و افغانستان را خارجی ها تعیین نمایند. زمامداران بی هویت و بی وجدان، زمامداران بی احساس، قدرت طلب، دلار پرست، غلام بچه های گوش به فرمان آمریکا که در طول 5 دهه اخیر به غیر از دزدی، چور و چپاول، حرامخوری، زندگی اشرافی و تجملی چیز دیگر به نفع کشور و مردم انجام ندادند. با احترام و من الله توفیق. درست فرمودید. بسیار زیاد تشکرم اترست. آنچه شما فرمودید و ما هم تکرار نرز کردیم، پول پرستیست، پول دوستیست و ما خوب به این نظر استم که اگر امریکا هزارها راکت می فرستادن قدر خساره و افغانستان وارد نمی کرد که یه 150 بیلیون دلاری از اونا در افغانستان تیت شده و در جیب هر کس افتاد و مردم هم یعنی همون شیطان هایی که در جان هر کس داخل شد. امروز افغانستان به حد پول پرست و مفت خور ساخته یک اجتماعی که مفت بخوره و مفت بینشینه و مفت بگویه و مفت رایگان به کرسی برسه. برای ما بسیار جالب است که میگه در افغانستان به هزارها جنرال و شما برین امی خود رتبه جنرالی را از لحاظ خود سلسله مراتب عسکری کسایی که صاحب منصب بودن و در مسلک عسکری برای شما میتونه خوب درست تشریح کنه. باید مرحله به مرحله هم تو پیش برین. برای زیکی او حیثیت نگهبان یک کشور پلیس و عسکری از اونا دارن، اردوی از اونا دارن. و مسئله هم تو تجارت و نمیدانم سرحدات و اینا نیست یا عودت مهاجرین. اگر چه هر وزارت از خود یعنی همو لایحه و وظایف و گپار داره و اجراعات خود باید کنه، مگر اینا بسیار مهم هست. یعنی با پلیس و صاحب منصب و اینا بازی صورت گرفته نمیتونه که لباس بطن یک کس کنین یک نفر ستاری جنرالی بدین. باید بسیار مسلکی عمل کنن و واقعا یک نفر از لحاظ تعلیم و از لحاظ تجارب و جنرال باشه، با تدبیر باشه. همه تو که شما در طب و طبابت نمیتونین که وسایل عملیات یک اتاق عمل جراحی به دست یک نفری که چپن سفید پوشیده و قلب یک نفر باید باز کنه، سرنوشت یک انسان در اونجا مطرح است، حیاتی از اونا. همه تو کشور از خود حیات داره، از خود سرحدات داره، از خود فرض کنیم صلح و امنیت لازم داره، قوانین باید تطبیق شوه. اگه تو نباشه صاحب هر کسی بیارین و صاحب کی جنرال صاحب و وزیر صاحب. برای ما جالب است همین وزیرهای سرپرست هر کدامی از اینا صاحب هیچ در وزارت و اینا حتی کار نکردن. یا از بیرون یک چهره را میبینین که معلم یک مکتب است و میرسه یا مدرسه، میبینیم یه وزیر تجارت شد. این کار کرده در وزارت تجارت؟ نه. مردم هم میشناسن؟ نه. یا فرزن یکی رو میارم میگه این می آدم وزیر دفاع ما قرار میکنیم و یک چک چک یک مدال و ستارگه که در خنش میزنه و یک چک چک و که اشرف غنی آدم مدال داد یا ایره رتبه ستر جنرالی و دگر جنرالی سپرده برونه. در تو یک ملکی که یعنی خود کفایت کاری صفر باشه و پولم از دگاه بیایه مفت رایگان بدون صادره و وارده، این معنی از زیره میده که یک اجتماع را مغزشان اگر کرپتید ساختین، فاسد ساختین و اجتماع تسلیم شما میشه. اما تو همین اسب و گاو و خر و اینا را که رام میکنن، اونا مغزی از اونا را تسخیر میکنه، قیزه را دادان اسب مندازه یا خر پالان میکنه و لاغه. اگر نیه یک اسب و یک خر وحشی را شما ابدا نتا پیش نزدیک اونا رفته نمیتونین، لگت میزنه میکوشه یک آدم با یک لگت. چرا قوی هستن؟ امی لغت اسب به حدی میگه قوی است و توانمند که یک موتر چپا میکنه. مگر شما میبینید یک آدم لاغر بالای
شکمی اسب سوار است و میدواند. چرا؟ برای اینکه او را رام ساخته، او را مغز از او را بردی خود ساخته، مرکب خود ساخته. اینا هم یک کشور صلح شور را گرفته، با پول خریده، ماموریت داده، نوازش میکنه. این اگر اگنی امی عبدالله وار یک آدم یا خود آقای اشرف غنی هم یک استادی بسیار خوب. یا همی مگر برای امی مقام و برای امی مسئله شاید بعضی دوستا با ما موافق نباشن که دوز نیست و که این نیست. امی خود دوزی انواع مختلف داره. در یک شهر اگر شما پلیس ناتوان بود و هیچ کاری را انجام داده نتانه، بهترین یک پلیس سر مامور پلیس و چهار طرفی از او هر کس بدزده، در حقیقت مامور پلیس دزدیده. و ضرور نیست که یک نفر خود آدم بره و دامن خود پر کنه از جواهرات یک خانه و بگروزه. مگر کسی که ماموریت داره که دوز نمانه، او آدم شوله و پوله و خو برده باشه، در حقیقت او دزدی کرده. یعنی شما از لحاظ خود امو ترکیب شما ببینین که انواع دوزی ها رو شما داره. نه تا در امریکا اینا میگن از لحاظ مالیدیت اگر شما میتونین در یک روز فرض کنین $200 تولید کنین، مثال عرض میدارم، و در امو روز شما $50 تولید کنین، یعنی $150 از خود دزدیدین که چرا با امو فراست و با امو تجارب و کفایتی که شما دارین چرا او را عمل نکردین؟ یعنی از خود انسان ها میگه میدوزدن، اما کفایت خود به کار نمی اندازن یا معالیدیت خود. در یک شهر هم همیتور است، در زعامت همیتور. ولی سلام علیکم. بله آقا خطاب صد، سلام علیکم. و علیکم سلام، بفرمایید. آقای محترم آقای جمهور خطاب، السلام علیکم. و علیکم سلام را بامانی سلام خیش را به شما و مردم بسید تفریم می دارد. و علیکم رحمانی سلام. آقای شهد کامل باشید. همچنان همچنان. شبتان شناخته شده به پاکستان رفتن. از دولت پاکستان خواهش تمنا می دارن که در رشته کمک با گروه طالبان تجیم نظر کنند. اما اساکر پاکستان به کنر و قرار سرداد افغانستان عملات می دارن. جای افسوس است که دولت دست چانده با وجود موجود بودن اساکر ناتو تیارات و خواهی خواهیان نمازوی خاموشی خود آره. های دون شفتان و گذشته خصوصا سفروری سال 1333 زبان سزادان خان تجدید نظر کنید که چگونه مردم داخل پشاور به طرف لاهور زبان فرار بودن تا اینکه به میانجیگری رضا شاه پادشاه ایران آرامی صورت گرفت. دولت پاکستان تماما گفتار دولت افغانستان را قبول کرد. های میراث خوران تنظیم های خود فروخته جنگ سالاردان اصد محمد کنید خود را از غلامی دولت امریکا خلاص کنید. شاعر چگو گفته است؟ زندگی آخر سر آید، بندگی در کار نیست، بندگی که سر باشد زندگی در کار نیست. با اعتراف. بله همینجا دوستان میگه هیچ کافر مسلمانان دوست نشکیده، ولی نیست که ده خدا. مدینه منوره که پیغمبر دیگون رو دوستو دیود و مال و دارایی وی باید حفظی. اما عمره چه یو مسلمان حق لری پدی قلم رو که چیزوندو که یهودی لری، نصارای لری، یو کافر بودپرستیم لری دی انسانی نگانه. دیو یو مسلمان پا قلم رو که اغی مرسی یو مسلمان پا قلم رو که پا یو ساحه که یو مسلمان دی بل مسلمان غلا که اینو داخل بیا درست نده. یا او مسلمان زید نورو بردگی کهی دی وطن پا پلورن ها دا دا درست نده. دا اغا نظر دی ما پا نظر هیت وقت اغا درست نده. دا مرسی چه ملک هم دا مسلمانانو دی مصر ملک رایم وره. دا اغا حکومت دی عربستان دا اغا شیخان چی شدی دا پاچهان سیدی د امریکان وکړي چې کی دا مسلمانان دی ورور کلیم پیغمبر لکه چې ورته ورکړي د تر اخرت پورې دا کلی باید تاسو. بله سلام علیکم. الو ګرام محترم خطاب صاحب سلام علیکم. و علیکم سلام مهرباني کوئ امریکا خطاب صاحب محترم. امریکا، روس، ایران، پاکستان و غیره کشورها
چی میکنه؟ هر کاری که میکنه، اما وظیفه مردم افغانستان چی؟ و خو کار خود میکنه، لایق خود داره. ما خود افغانستان هم از خود نفوذ داره، مردم داره، وظیفه مردم چی؟ خواهین اینه که مال بیت المال، مال مردم و پولش یتیم و بیوره چور و چپاول کرد، از برای خدا دویدن از یا به قطر، دویدن از یا به مسکو، دویدن از یا به امریکا باعث نجاتی خواهینین میشه. این خواهینین خوب خارجی و داخلی شناختن که تو دو پیسه معلم بودی، یک ماش داشتی، امروز نیمه مزار قواله کردی. ایراد، جلال آباد و غیره و غیره، تمام انوالی ها به شمول این مسخش شدگان محکوم به زوال. ما مطلق باور دارم که طالبا همه مشکلات را انشاءالله حل خواهد کرد، مثل امنیت مطلق، کمک به فامیلای شهدا، اعاده حقوق، حقوق مردم و بیت المال و همه مسائلی که تا امروز زیر پای شده. ولی مسئله 5 میلیون مهاجر که 2.5 میلیون در پاکستان و 2.5 میلیون در ایران است، خطاب سید محترم، این کار آسان نیست. این را طالبا با آسانی جمع کردن نمیتونه. فعلا طالبا در جنگ هستند. باید یک کمیسیون فوق‌العاده ماهر و اشخاص کارشناس برای حل این مسائل سر از امروز در داخل و خارج کشور بر رهبری طالبان صورت بگیره، تا انشاءالله در آینده این 5 میلیون که در کشورهای همسایه در بدر هستن در ملت خود مدغم و صاحب کاروبار شوند. السلام علیکم. و علیکم السلام. همه تو باید باشد. اگر فرض کنیم قرار است یک حکومت طالبی به و طالب هم مسلکی نیستن، در جنگ شاید ماهر باشن، در مسئله عمل سوق و اداری عسکری و نظامی که همه تو رام است، مگر یک وزیر تجارت شاید خوب نباشن و حتی ندانن که تجارت چی نه و به کدام نحوی باید به پیش برن. و کادر متخصصی که ضرورت است در طب، در طبابت، در همه سکتورهای حکومتی باید از اونا استفاده صورت بگیره. برای زنها اگر اونا مسئله سطر پیش انداختن که زن مستوره باشه، باید یک خانم نزد یک دکتر خانم مراجعه کنه که اجتماع سنتی است، اونا باید برن فاکولتی طب بخوانن، تمام کنن تا واجد شرایط همی باشن که یک خانم تداوی کنه. دیگه اونجا خوب باز نمیشه که والا خانم باید دخانی خود بینشینه و بیرون نیایه. یا فرزند در یک دستگاه تعلیمی اگر همین سگرگیشن و اینا را اینا میخواین داشته باشه و که تعلیمات مرد و زن جدا باشه، باید یا خانم پروفیسر فرض کنیم تعلیم و تربیه، یا فرض کنیم حتی دینی، باید یا خانم برای خانمات درس بده. اونا ضرورت است که تعلیم کنن، تعلیم یافته شوند که دیگر تعلیم بتن. یا همونطور دیگه سکتورها، مسئله اقتصاد، مسئله سیاست، در هر ارگان ضرورت موجود هست، او را باید توجه بدارن. خب یک چیز ما برتان عرض بدارم که همی کسایی که امروز هستن رفتن به افغانستان با ماش دلاری جیبای خود پر میسازن و میاین به دیگه کشورها، مسئله دلار سوال خوب تولید نکردن در یک کشور. اگر واقعا اونا فکر میکنن که ما رفتیم برای خدمت، باید خدمتی از اونا یک نتیجه هم داده باشن. مگر چطور میتونه باشه که با موجودیت شما روز به روز وضع افغانستان از هر درک خراب شده میره؟ وقتی اونطور باشه، شما خودتان باید اگر وجدان دارین استعفا بدین که بهادر مدنی دستگاه هستم، روز به روز وضع خراب شده میره، ما هم در این گناه شامل میشم. مگر اگر مسئله پول باشه، مسئله نوازش دیگه باشه، منصب و ماموریت مفت و آب آورده توسط اجنبی های حمایت از اونا، ناکی بر ناکی یک نفر در افغانستان، ولی ما باید دارم در وقتی ظاهر شاه و قبل از زود ما، یعنی در سینین بشار مکتب خود بودیم، یعنی یک وکیل سب به حدی سب تب تلاش میکد و سب کمپین میکد و
خصوصا در امو قرا و قصبات افغانستان نان و او میداد مردم تا که رضایت مردم حاصل شوه و پلانای خود میگفتن تا که یک نفر به شورا میرفت واقعا به صورت نسبی و آدم وکیل یک چند تن می بود در افغانستان. امروز یک نفر از لس آنجلس میره وکیل شورا یا وکیل کوچه یا وکیل نمیدانم یک محلی در از آراجات یا غزنی میشه و آدم هیچ همو مردم محل هیچ نمیشناسه مگر یه آدم در شورا وکیل است. و که میپرسی رای از کجا کده میگه ولاد بیادر صندوقها رو مردم پر کدن و هم میگن که ما این میره هیچ نمیشناسیم همی آدم. باز امو وکیل با مو موکلین خودش مراجعه نمی کنه که شما کدام چیز ضرورت دارین ندارین و احتیاجات شما مرفوع شوه. ما خود زبان شما وکیل شما استم در شورا او مسائل صورت نمیگیر. دموکراسی هم مونه قربان شوم سه چیزی از دموکراسی اینا درست کردن که هیچ حد نداره. در یکی از اخبار دیروز بود یا امروز دیدیم طالبان برای همین رسانه های افغانستان باز اخطار داده که خبرهای دروغین پخش نکنن. باز واکنش از اون ایست که طالب خلاف آزادی بیان هستند، کون خیال هستند، کون فکر هستند، که چطور هستند و چنان هستند. از شاید ستا اویلی اقید درست اویلی. یعنی دست نیست که ولی راسی و طالبی حکومت تو سایبا. در می حکومت آخوندی ایران اگر شما بورین بچار، یعنی از هر درک افراد و اشخاص بچار ماهر دارن اونا. یعنی تو گمان ما برین که در اونجا اگر حکومت آخوندی با ریش و کلا و سلی تو ملایی در کرسی ها گماشته شدن و سبی چیز نمیدانن. در این قسمت خود مطبوعات ایران شما برین ساز و رقص و موسیقی ندارن، یعنی تلویزیون های از اونا یا فیلم های از اونا که تهیه میشن. ما همی فیلم های ایرانی رو میبینیم یک رقص یک خواندن در اون شما سراغ نمیبینین با حجاب، مگر اقدر پرمعنا و امو داستان ترتیب شده سنیاروی از او همه کسایی که در فیلم های ایرانی حال فعلا کار میکنن شما برین توجه بدارین به حد فیلم های جالبی را اینا تهیه میدارن. این فیلم حضرت یوسف علیه السلام در ایران تهیه شده به حد یعنی با امو بهترین کمپانی های فیلم برداری هالیوود همسری میکنن. یعنی پیشرفت تحالی را خود آخوند آورده در اونجا. یعنی تو نشده که با آمدن حکومت آخوند بعد از سقوط شاهی در ایران، ایران بدبختر شده و ملایی شده و سبب دیگه هیچ رکن زندگی مردم تغییرات نیامده. ایران پیشرفت هم کرده. همیالی میگم کسایی که به ایران میرن میگه پس که میرن میگن ما فری ویا داریم و سبب این رقم لس آنجلس شما وقتی اگر به ایران مراجعه کنیم بسیار تعمیراتی بسیار خوب و سبب پاکی و صفایی و مردم آرام هستن. جز همی تغییرات اقتصادی که گذاشته شده کمه و از ایران به هم زده، مگر از لحاظ یعنی اونجا هم یک حکومت آخوندی حکم فرماست. پاکستان هم یک کشور اسلامی است، هم بنگلادش هم کشور اسلامی است. اما تو عرض کردیم کشورهای آسیای میانی که تازه ظهور کردن دمین قزاقستان یا فرزند تاجیکستان شما داخل شوین تعلیز پیشرفت هست، نظافت هست، طب هست، طبابت هست، حاکمیت قانون در اونجا شما همه چیز نرمال میبینید. مگر در افغانستان برادر چرا؟ برای از اینکه پول آمده و صاحب ما جنرال شدیم و ما ستر جنرال شدیم و ما مارشال هستم و ما در شورا رئیس شورا هستم و ما رئیس جمهور هستم. هر چیز دل ما میخواهیم اون کار میکن و امریکا هم از خدا میخواهی که همیتون یک کتله وحشی از احساسات از اونا برای سرکوبی مادونین از اونا استفاده میدارن. ی دوستم اینا نوازش کردن به خاطر از اینکه ترکمنا را و کسایی که ملیشا را زیر دست از اونا سرکردی از اونا وقتی در زیر پای شما خمیر شد و افتاد، یعنی شما هم کتله همه به دست شما افتاد. یا فرزن در سمت مشرقی یا دیگه اکنافی از افغانستان امو شخص بالا را که مادونین داره و پیرو داره او را اگر شما مزدور و بردی خود ساختین در حقیقت یک کتله زیر بال شما داخل میشه. به هر حال دوستان عزیز میریم سراغ یک چند اعلان و شما را هم دعوت میدارم که امروز لاینای ما باز است و میتونین با فرصت کافی صحبت بدارین بالای
اوزای جاری افغانستان. شما میدانید پروگرام سپین خبری صرف دو روز، روز دوشنبه و پنجشنبه و با وقت فراوان در خدمت شما قرار داره. میخوایم نظریات شما را، بعضی دوستان میگن که ای تکراریست و که نمیدانم و چوب خطیست و ایناست. فرض کنیم یک برادر ما محمد یونس مایواند، یونس مایواند خوزی برو را غارم چه پختنو کم چه مایواند چه تو خم خلوم لری، زبم لری، مغزم لری، در نوشتیم چه که دی معلومی چه علاقه من دمی نالتناسی هم دسته گفتی بعضی قلوخی چشمدار واری سایل میکنی که دیگاه چی میکنه. خودت هم بیا که خودت هم بشنویم نظریاتتان که ما زمو چی خلاص شویم در حقیقت از چوب خطی ها که چهره های نوی چون شما را ببینیم. یعنی وقتی نه در دا گیم داخل میشین در دا ملاب لب پلوان را برو که نفتین، امی کار درست نیست. به هر حال میریم سراغ اعلانات، باز انشاءالله خدمت شما خواهیم. الکرینگ امبه ها با ارائه بهترین و خوشمزه‌ترین مواد غذایی در خدمت هموطنان عزیز می باشد. شما می توانید از این شرکت بهترین اجناس مواد غذایی را با کیفیت بالا به طور عمده و پرچون به قیمت مناسب خریداری نمایید. خوشمزه ترین برنج های سیلا و بسمتی، اندی و پاکستانی الکریم، امران، القصر الکریم، رز، حلب، الشعبه، میوه خشک افغانی، و برای رفع خستگی خود بهترین چای الکریم و امران را بنوشید تا آرامش را کاملا احساس نمایید. برای زیبایی منزل شما بهترین قالین های ایرانی را با کیفیت بالا با رنگ های دلنشین در خدمت شما قرار میدیم و دیگر لوازم خانه و آشپزخانه را میتوانید از نزد ما دریافت نمایید. بیل اشتغاسه 140. برای آگاهی بیشتر به شماره های زنگ به تماس شوید. لیفر سرویس غذای شعیب رسولی، انواع و اقسام غذاهای متنوع افغانی را با قیمت‌های کاملا مناسب برای محافل خود و بزرگ شما با اسرع وقت سرویس می‌دارد. قیمت غذا برای یک فرد 4.90 ایرو، فرمایشات اضافی شما نیز پذیرفته می‌شود. همچنان شیریخ مزاری افغانی از 5 عدد بالا در حومه شهر آمبورگ سرویس می شود. لطفاً برای معلومات بیشتر به شماره تلفن 0049-176-22-79-36-88 در تماس شوید. پا آلمان و طول اروپا کی گرانو هیوادوالو تا زیره با هوټل په پورتا ویستفالیکا خولی ښار کې چې د هنوور ښار په 25 کیلومتر کې موقعیت لري، د میرویس زمانی په مدیریت ستاسو د ودونو، کوژدنو او خوښیو په ترسره کولو سره د افغاني او بهراني خوراکونو په آماده کولو سره د ګرانو افغانانو په چوپړ کې نوی په فعالیت پیل کړی. همدارنګه با هوټل د لوړو امکاناتو، عصري اتاقونو، مجهز او ښایسته سویټ د ناوې او زوم لپاره ستاسو ګرانو میلمنو په چوپړ کې دی. تاسو د لا زیاتو معلوماتو لپاره په لاندې شمیرو اړیکې ونیسئ: 0 ولس 9 اویا 2 اویا 12 14، 0 55 ولس 98 16. لیلام بهاری، فروشگاه های کانفور در الستن بیگ، قوز انگول در آمبور بلشته تا اخیر ماه جولای. اتاق خواب توکرا 2499 ایرو با توشک فیرا رایگان. اتاق خواب قوز بیاز 1899 ایرو با توشک فیرا رایگان. مبل کامل اتاق نان توکرا 1799 ایرو.
سیت مکمل اتاق خواب الگانت 1999 ایرو با توشک فرم. سیت مکمل اتاق خواب انگیلو 2450 ایرو با توشک خواب فیرا رایگان. سیت مکمل اتاق نان الگان 1699 ایرو. تخت خواب گولدن بوکس اشپرینگ با توشک لیدی 999 ایرو. سه عدد کاوچ های پرنسس 1690 ایرو. سه عدد کاوچ های بارباروس 1550 ایرو. سه عدد کاوچ های سنتیز 1380 ایرو. سه عدد کاوچ های سارای 1630 ایرو. سه عدد کاوچ های هوریم 1870 ایرو با رنگ ها و تکه های مختلف بدون چارچ اضافی. ترانسپورت رایگان تا 50 کیلومتر و ترمیم رایگان. فروشگاه های کانفور در الستن بیگ، غوز انگول در آمبورگ بلشتید. The Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam said that our community is like the human body. When one of its parts hurts, the entire body feels pain. Millions will be hurting this winter as they struggle to survive the bitter cold without the basic necessities. Islamic Relief USA has been spreading your warmth across the globe for 25 years. This year, warm a family in Afghanistan or a freezing child in Yemen. Visit irusa.org or call the number below to donate today. برنج های پامیر که از جمله قدیمی ترین برنج های بسمتی در اروپا می باشند، در 24 سال گذشته همیشه برنج ممتاز شناخته شده و با عین کیفیت عالی به شما عزیزان تقدیم گردیده. شرکت پامیر با عرضه بیشتر از 10 نوع از بهترین برنج های بسمتی آرزومند برآوردن خواسته های شما در انتخاب برنج دلخواهتان می باشد. مراکز توزیع برنج پامیر: آلمان، هامبورگ شرکت پامیر، دوسلدورف شرکت ساعد، افغانستان شرکت پامیر نوآوران هرات، کانادا وانکوور شرکت خیبر لیمیتد، انگلستان شرکت پامیر لندن. آخرین دستاورد علم پزشکی باستانی آیورودا برای درمان آرتروز و روماتیزم، جوینت سپورت، تهیه شده از سه گیاه اصلی وایتکس نگوندو، بوسفیلیا سراتا و ترمریک گیاه زردچوبه. 100% گیاهی و طبیعی، محصول کشور آمریکا. برای درمان و التیام درد آرتروز، روماتیزم و ضعف استخوان، اگر آرتروز امان شما را بریده، حتما جوینت سپورت را امتحان کنید و خود را از درد استخوان نجات دهید. تلفن سفارش 818-884-7018. هر خونه میتونه با مورگنلند زیبا و چشم نواز باشه، چون مورگنلند به هر خونه میاد. با هر سبک و سلیقه‌ای که باشید، مورگنلند به خونتون میاد. مورگنلند با طرح‌ها و رنگ‌های متفاوت، مرتعین فرش‌های دستباف و ماشینی در هامبورگ، نقش در نقش، رنگ در رنگ. شما می توانید برای خرید بهترین فرش های دست باف و ماشینی به آدرس های بروک نو، هافن سیتی و بیلشتراسه 118 شهر هامبورگ مراجعه کنید. فرش مورگنلند، فرش با کیفیت.
شرکت مواد غذایی بابوری PMZ GmbH. بهترین برنج های بسمتی، وسیله زرد و سفید فامیلی و المنصور و مواد غذایی آشپزخانه افغانی، ایرانی، هندی و ترکی را از قبیل چای، شیرنیجات، میوه‌های خشک افغانی، مسالجات، حبوبات، کنسرباب و عرقیات را با کیفیت اعلی به طور عمده و پرچون با دسترس شما قرار دهد. آدرس: بیلشتراسه شماره 98 20539 شهر هامبورگ، جرمنی. ګران دوستانو سلامونه او احترامونه، بیا هم ستاسو په خدمت کې د افغان پیام تلویزیونی خبرونه نړیواله د سپینو خبرو برخه. یک چیزی کې دوستان عزیز، د چند روز البته با همزمان با سفر یا نشست در لاهور در مطبوعات و میان چند نفر از دانشمندان سیاست افغانستان بیشتر یعنی رد و بدل شد و صحبت صورت گرفت، برای ما جالب بود. مسئله خط دیورند است. دیورند دی انگلیس که در وقت البته پادشاهی عبدالرحمن خان که هندوستان یک قاری بزرگی که در جمله بنگلادش و پاکستان همه یک کشور بودن، از خاکای افغانستان بنابر یک قراردادی در راولپیندی صورت گرفت میان بالاخره امان الله خان و حکومت او وقت انگلیس، یعنی بار دوم، یعنی باو که مایده گندمک آغاز جداسازی یک کتله وسیع افغانستان یا خاکای وسیع افغانستان می شمارن، مگر او دوباره باز اعاده شده و رسمیت گرفته. تا جایی که تاریخدانان برای ما فرستادن بعضی معلومات تاریخی را از او ما برداشت کردیم، به هر حال از خاک افغانستان جدا شده و 100 سال از او گذشته. تا حالا نه ما کدام رسیدی داریم، نه کدام امضای انگلیس داریم، نه امضای یا دستخط خود کسی که مسئول یعنی همی اگریمنت بوده و یا تفاهم نامه بوده میان افغانستان یا او وقت و انگلیس ها، او هم صورت نگرفته. و حال در شرایط فعلی تحلیل به این هست که این قرارداد جداسازی یا یعنی از دست دادن خاکهای افغانستان تا اتک در حقیقت با انگلیس ها صورت گرفته، پاکستان با پاکستان تا قرارداد هم موجود نیست و امروز انگلیس نیمقاره هندوستان ترک گفته، دو کشور از درست شده، این دیگر هم غامز گردیده. از جانب خط دیورن هم متاسفانه با دارای کسایی که ادعا دارن که خاکهای ما هستن و صاحب احساساتی میشن و جگرخون میشن، اونا خط به رسمیت شناختن، گفتن این خط میان سرحد افغانستان و پاکستان همی سرحدات موجوده هست، هم انگلیس و هم امریکا او را پذیرفته. مگر همی کسایی که داد از دیورن میزنه و خط دیورن و خاکای محسوس خط منحوسی دیورن، یک روز هم فریاد خود بلند نکرده که بابا اینا خیلی چی کار هستن که میان این خطهای تقلبی را یا فرضی دیورن را به رسمیت میشناسه، ما امیره نمیپذیریم. و در توی انگامی که افغانستان زیر یک سلطه مداومی تقریبا 18-19 ساله قرار داره و ما هم افغانستان تقریبا از دست دادیم برای
احیای دوباره افغانستان، احیای دوباره استقلال افغانستان باید کوشیده شود. از خط دیورند تو یک موقعی که توانایی از او قطعا موجود نیست، یک چیزی که شما توانی از او را ندارین، قهرامیز عمل میدارین، دو چیز باید باشه. یکی که خود مردم او طرف سرحدات هر کدام بلند شوند، مظاهرات صورت بگیره که ما دیگه با پاکستان نمیخوایم باشیم، از لحاظ قانونی گپ و مؤسسه ملل متحد کشانیده شو، میخوایم خانی اصلی ما، مادر اصلی ما افغانستان بزرگ امروز است، میخوایم با اونا پیوند داشته باشیم. ما دیگه قوانین پاکستان رو نمیپذیریم، در اونجا قربانی هم بته و صاحب را پیمایی هم صورت بگیره و بعضی محلات هم در بته و دیگه کنه که این یک غوغای جهانی رو برپا کنه که اونا ارزومند ازی هستن که با افغانستان پیوند بزنن. از لحاظ خود ارزوهای مردمی او طرف خط دیورن و از جانب اگر اوتور نشود، مثل هانگ کانگ که چینایی ها بعد از 100 سال هانگ کانگ دوباره تصرف کردن و از سلطه دیگرها او را رهانیدن و جز خاک چینایی ها گردیده یا چین گردیده، اما تو باید باشه با زور یا با لشکرکشی، اما تو که مرحوم داود خان وقتی صدر اعظم بودن، اما مسئله امر سفربری و که بده و نمان، یک لشکرکشی صورت بگیره و پاکستان هم متقاعد بسازه و خاکای خود با زور از پاکستان ما تصرف کنیم. این دو چیز باید در اینجا مطرح باشه و اگر نه زور ما میکشه و نه در سیاست ما بلد استیم و نه بیادر از لحاظ خود شرایط موجود افغانستان که زیر چکمه دیگاه قرار داریم و 18 سال پای هم، یعنی خود هویت ما به هم خورده، استقلال ما دیگه او افغانستان نیست و همو حکومت ما نیست، پارلمان ما، و عرض کردیم بارها که اقتصاد، سیاست، همه ما توفیلی و به دست دیگاه رقم زده میشه به احتکای دیگاه را. و در این تو اگنگام ما قال مقال پرتیم و کسای برک خطی دیونن از یادتان نره و اینا چی حق دارن و سای خاکای ماست و که فلانی ماست، در اینجا ما نمیفهم با افکار بشاری ها بازی ها باید اینا انجام بده که دیگار اقوا بدارن، یا همین دول و نقاری فرض کنیم، یعنی توجه مردم به طرف خطی دیونن دور بده، در حالی که پاکستان هم از این مسئله لذت هم خواد برد و همین خط دیونن هم پیرانی خونپوری حضرت امام حسین که میگن او ساخته و شاید از امریکا پول بگیره که ما اینا را در مسئله خط دیونن اخباری از اونا را مملو میسازم و تصنوعی تقاضا میکنم و باز اینا جزفز میکنم که توجه ملت افغانستان به طرف پاکستان و پاکستان یعنی مایه فساد باشه و مشکل خلاق مشکل افغانستان پاکستان هم. ما خود به دم از اینا میتونم که خود تبرعه باشی و شاید در برابر از او با پاداش هم بگیره. برای من بسیار جالب بوده چند روز، یعنی افراد و اشخاص تعلیم یافته، فهیم، دانشمند افغانستان در همینطور یک وقت بسیار گرم برخورد میکنن با مسئله دیورند که خاکای ماست، ولی اگه بانه میشانه و خط من حس چطور شده و چنان شده او را عنوان میکردن. برحال بلی سلام علیکم. بلی سلام جناب محترم آقای اختار. و علیکم سلام محترم، بفرمایید. خیر و خیر لطف کردین، شما صحت سلامت باشین. در رابطه با تبصری که شما داشتین و همچنان بعضی موضوعاتی که امروز حیاتای ما و شما که من امیر رهبرای آزمایش شده هستن رفتن بلار، خدمت شما یک تبصری کوتاه را بکنم که اولی که هر کس اتباع یک کشور زمان گفته میشه که در او کشور او حق رای داشته باشه، در تعریفای نو در گذشته او بود حدود جغرافیای سیاسی مطرح بود، حال اوقدر جغرافیای سیاسی مطرح نیست، تنها اونمو حق رای است که زمان مثل که ما شما مهاجر هستیم اما در قانون چوکات حدود جغرافیای سیاسی افغانستان نیستیم اما حق رایش داریم. به این ارتباط گپ پیشتر شما هم است و یکی از اصول قبول شده در جهانی او است که میگه حاکمیت به ملت ها تعلق داره. وقتی که ملت ها تصمیم میگیره اونمونا خودشان حکومت هم میسازن. همین موضوع دیورن هم تعلق میگیره به خود همین کسی که در اون سرزمین زندگی داره، در اون زموجه هستن، مطابق با اصول از اونا اونا میتونن کار خود ببرن.
در غیر از اون چیزایی که ما میگیم اینا قابل بحث نیست، برای اینکه پاکستان میخواهد یک کشور کاملا اتمی و همچنان در تمام مساجد ما، میراب ما، منبر ما نفوذ دارند. اینا برای خود یک انگیزه میسازند که گویا اردویش و یا استخباراتش دست به کار شوه، بگویه که یک تعداد افغان ها خواستار از این هستند که گویا میخواهند که یک قسمت از خاک پاکستان برای خودشان. این انگیزه پیدا میشه برای دستگاه استخباراتی و همچنان خود اردوی پاکستان. موازمی است که یک تعداد مردم اونا خودشان در پهلوی خود جا داده، اونا هستند که صدا میکنند که موضوع دیورند. گفتی شما اسناد قانونی موجود است، حتی باور بکنید که در تعریف خود ملل متحد است، کشوری که حدود جغرافیای سیاسی مشخص میشه او عضو جامعه ملل شناخته میشه و هم به آرای اکثریت ملت، ملتایی که در ملل متحد عضویت دارن. ما این گپایی را که بر خود گفت میزنیم فقط به اصطلاح وطنی قبر خود را کم میکنیم و وا سیاستمدارای بسیار پیشتاز هستند نسبت به ما. امروز اینمی گروهی که رفته، شما باور بکنید چقدر اینا مصرف کردن که همیشه دعوای ضد پاکستانی داشتن. اینا در ضد پاکستان شعار میدادن، با پاکستان همیشه میگفتن سیاست یک جانبه داره. امروز دیگه اشاره ببینید سلوچ پایلوت خود تا لاهور رساندن، اما دستاورد هم چیزی ندارن. ملت ما فقط اینطور شده که فقط بازنده در هر چیز شد. افسوس از این است که هیچ کس هوشیاری درایت فکری و عقلی خود را همگی از دست دادیم. یک تعداد تخلصای میکنن که هیچ سرش به نامش خوانده نمیشه. حالا شما فکر بکنید یک پارلمان یک کشور امروز از راهی که به هم به قاچاقی هم خریده شده، منتها اونموجه یک تعداد چارکله یک جای شدن به نام خانه ملت، هر روز برو دعواست خودشان به انتخاباتی که رای خودشان گرفتن، به او رای اعتمادی که گرفتن به او راضی هستن و کسی که برشان رای نمیده او را مخالفت رای میارن بر خود. این است که فقط همگی ملت ما را در هر گوشه و کنار در بازی گرفتن و پاکستان از هر زمان از در قسمت ملت افغانستان بهره برداری سوی خود را بر نفع منافع خود میکنه و صلح هم که از طریق نمی پاکستان است، امریکا تانسته، انگلیس تانسته که دین در افغانستان چی که در جهان فقط دین در تصرف همی استعمار است و استعمار به وسیله دین و پول میتونه بر منافع خود از طریق پاکستان به کشورهای همسایه افغانستان و خود افغانستان اینا میتونند اما منافع خود از طریق دین و پول در افغانستان تطبیق بکنند. تشکر از توجهتان. بهترین تبصره کردیم، به حد جالب بود. مغز وقایع جهان که از دین استفاده میشه و پولی از اونا دادم. جهاد افغانستان ما باید دارم از احساساتی بشه پاک مردم افغانستان و تازان بودم، شیطنت هم نمیدانستن، بسیار صادقانه مردم میرفتن برای رهایی افغانستان. مگر یه بر قدرت جهان، این شیطنت جهان که یعنی اونا سالهای از این احساسات کتله های انسانی استفاده کردن، چی ملی گیرایا بودن و که برای ملت و اینا خیزش های داشتن از اونا استفاده شده و چی مسئله دینی مطرح بوده، مسئله جهاد از اون استفاده صورت گرفته. مگر جنگ سرد در اون وقت چالان بود، روسا میخواستن یا شوروی وقت که جهان تسخیر بوداره بلاک غرب به زانو بیاوره و یعنی امپراتوری مطلق جهانی را ارتش سرخ در نظر داشته مو وقت. مگر احساسات مردم افغانستان، ما در لس آنجلس بودم، شاید جالب بود وقتی افغانستان تسخیر شد توسط ارتش سرخ یورش آوردن، امریکا و دیگه اقماری از اونا در رسانه های از اونا گفته می شد که وقتی روس به یک کشور بره و باز دیگه مشکل است که اونا بیرون شوند و سب برای ما لازم نیست که دست به کار شویم و وطن نجات بدیم. از لحاظ تاریخی اینا هر وقت برنده بودن در تو مسائل. مگر روز آمد که صاحب دیدن که یک کتله بسیار احساساتی سی مردم عادی نیستن، با دست خالی و صاحب و اگر بر قدرت در جنگ قرار دارن بیان دستای از اینا رو پر کنیم و صاحب تا که گپ این بستنگر رسید و اینا صاحب اگر بر قدرت به زانو آوردن از احساسات مردم شریف افغانستان در مو وقت استفاده ها صورت گرفت و او به سود خود از اونا و سود بقیه کشورهایی که از زیر سلطه شوروی وقت رهانیده شدن و اقمار شوروی بودن، اتحاد شوروی یا پکت وارسا
اونا برنده میدان جنگ افغانستان اونا گردیدن و اینا هم دامن خود جمع کردن که دوستا میگن که روس مردم در نیمه راه الا میده. خود امریکا ما رو به نیمه راه الا داد. در افغانستان وقتی اتحاد شوروی وقت سقوط میکنه اینا کالای خود برداشتن رفتن دیگه پس کار خود. اتو نبود که بیادر باز بیستن و باشن و که باشه این مردم افغانستان یک کمک کنیم و امار با وجود بیا و سه تعالی باشه و دیگه باشه می بلاده پسشان هر چیز که میکنن کار خود از اوناست کار ما شد و بسیار با قیمت ارزان با خون دیگه بدون کدام مسئولیت سه کار خود کردیم و اما زیادترین مصرفی که اینا کردن بالا یک چند تا ستنگر بود که امو آخرین در انگلیسی اینا میگن که امو آخرین خسه که بالای کمر یک شطور هم میشه کنانه او را اگه پرتین قدر او را بار کرده میباشه امو وقت است که شطور بزانو میشه. اینا هم هم ستنگر ها امو the last straw in the back of a camel شد و او را زانو در آوردن از احساسات مردم استفاده صورت گرفتی را به کلی درست فرمودین. حالا هم همونطور است از احساسات ما مردم افغان حالا خیلی سیاست به احساسات نمانده حالا دیگه یک کتلی همه تو گوسفندی هر طرف که امریکا دواند و قیزه در گردن از او در دهن از این انداخته و سب حالا همون مود روز غلامی و بردگی و نوکری شده که هر کس نوکر خوب بود و پولدار بود و از امریکا کنده تانست و مورد تفقدی از اونا قرار گرفت او بسیار خوب آدم است. در غیر از او طالبیستی و عقب مانده استی و صاحب نوکر پاکستان استی و دیگر او بخش از او را باز در جان از اونا میکشه برای تبریه خود برای دفاع خود. بله سلام علیکم سلام. بله؟ بله بفرمایید. آقای اختبار دیادابیتون. و علیکم بفرمایید. خوب هستین؟ خیر و خیر. سلامت باشین. آقای خطاب خدمتتون عرض کنم که شعارهای ریاکاری ما را به جایی نمیرسانه. ما متاسفانه که اسمی به نام رهبران ملی و یا اسمی به نام رهبران جهاد ما در تفکرمان در مغزمان جز به شعار دادن کار و عمل کردیم و چیزی نیست. اگر داستانی بر بگردیم به داستان خط دوران در حقیقت مائده ای را که امیر عبدالرحمن خان در سال 1893 امضا کرد با بریتانیایی که در حقیقت تصرفش در هندستانی بود و این امضا سراغادش به اروپا و پولی را که با آقای عبدالرحمن خان مائده امضا کرده بود این بالاخره ما فکر میکنم که ما شاهار میتیم خود بازی میتیم از یک افزار استفاده میشه. اگر داستانی لاورفندی برمیگردیم داستانی در سال 1919 برمیگردیم امیر امان الله خان این برنامه تلقی یافته است. ما در داخل خود افغانستان امروز تجزیه شدیم. ما هر گوشه و کنار افغانستان امروز ما چاخوکشی داریم، نه در پارلمان پارلمان ایجاد میکنیم نه یک دولت وحدت ملی را به وجود میاریم. فقط با شعار دادن ملت افغانستان سه بر خیابان ها بیرون میکنیم، تفنگ انگلیس آمریکایی و روسی توزیع میشه، ما خود خودکشی میکنیم. کار کردیم و چی است؟ کشوری آباد و ویران کردیم. ما وقتی که سری مشکل افغانستان صحبت میکنیم اول به خود بیاندیشیم که آیا واقعا ما یک ملت هستیم در داخل افغانستان؟ واقعا میتونیم ما از این بمبست ها و از این بیچارگی که ما در داخل افغانستان هستیم از این نجات میاییم؟ اینا درست انگلیس میدونه که ما ملت نیستیم و این پاکستان میدونه که ما ملت نیستیم. واقعا اگر ما ملت هستیم هر گوشه و کنار افغانستان ده ما امروز در خط توین در سایت های مجازی یا سایت های فیسبوک بروین یک تاجیک می نه توین به یک قوم بزرگ افغانستان پشتون فاش میده، یک پشتونی برادر میاد به قوم بزرگ تاجیک افغانستان یا ازبک افغانستان فاش میده. نسل جوانی که نکتایی پوشیده در حقیقت را انسانی مدیر پیشرفته مخاطب قرار میده، مستقیما لایف می قوم داو زده میروه فاش داده میروه، در حالی که ما از کشور فرار کردیم و بالاخره ما تعمیل جنگ شدیم از اون کشور بیرون شدیم، در اینجا میای میواده که درس بخونیم دنبال چه چیزا سرگردان هستیم. اینا ما را میدونه. ما هیچ وقت گاندی نداریم. اون گاندی بود که انگلیس در حقیقت در اون سرزمین تسخیر کرده بود. انگلیس ها قواله بیرون میکردن، مردم هندستان هم میگفتن که شما با این تکس بودین. سرآغاز اون مردی بزرگ 18 روز از در حقیقت از بمبئی پیاده رفت در ساحل عرب یا ساحل دریای نمک
رفت اونجا شهار داد مردم جمع کرد که این نمک شما هست تکس نتین مردم ها. یک ما روزه گرفت سراغات مبارزه کرد. اون مرد پر افتخار ترین انسان است که تانست از این بمبسته ها 1,400,000,000 یا 1,700,000,000 انسان نجات داده. ما در داخل افغانستان 300 سال است آقای خطاب محترم جنگ داریم. فقط چاخو کشی است و من تاو میزنم خودت فاش میتم پشتون من فاش میتم خودت من فاش میتی تاجک. اما کار کرده ما چیست در داخل افغانستان؟ قهرمان ملی است، جاده شهید است. مگر صحبت میکنم یک کسی میام مرا داغ داده میره کمونیست مخاطب قرار میده. پدرم کمونیست بود، نه در جاده کمونیست بودیم عزیزی من. ما بر ریشه‌های اصلی بر بگردیم که ما میتونیم انسان شویم، میتونیم از این بمبست مملکت خود نجات بدیم. نمونه مثال نماینده دولت و نظام افغانستان پارلمان تو در دیدگاه و تصویر ببین که چه حال است در داخل افغانستان. واضح است که انگلیس در سفارتش نشسته، سفیر امریکا در داخل افغانستان نشسته، اسکنات دلاری چاپ کرده میروند، توفنگ سعودی کرده میروند، ما هم دیگر قتل عام کرده میرویم. عربستان سعودی هم اونجا در کنارش آقای پامپیو فاشیست و ناتانیوسف که یک کسی که زنده باد اسرائیل، زنده باد اسرائیل بزرگ، مرگ بر جهان اسلام شهارشان است، برای کشتن مسلمان ها سبینا توفنگ توزیع میکنند. و در کشورشان عربستان سعودی جنایتکار سب در کنار ناتانیوی فاشست استاد میشود، حاضر آمادت بر جنگ سب که سرزمین ایران برای قتل هم کنند. نمونه های مثالشان در عراق و سوریه و افغانستان چی جنایتی را بزرگی را در جهان اینا مرتکب شدند. این نمایندگی از اسلام خانه خدا این شیخ های حرب جنایتکار میکنند که و چگونه جهان اینا فریب میکنند در کنار اسرائیل قرار میگیرند. ما میتونیم از این بمبسا بیرون شیم. ما شهار ضد پاکستان میتیم. پاکستان دارای سلاح استوی است، دارای قدرت است، دارای یک نظام قانونمند است. ما در افغانستان یک بوجیار قطعی یک انسان 5 سال در زندان در داخل پلیچرخی داخلش میکنیم. بطن تون دلار دزدی کردن، غارت کردن، برادرای کرزای، برادرای ماشال فهیم، هیچ کس بدادی از این مملکت نرسید که اینا را بیار با قانون و چنگال قانون داخلش کنن. هر کدامی ما را، هر کدامش که میبینین قانون پیگیری میکنن، قانون پیگیری میکنن. یک وزارت داخلی دست، یک ریاست امنیت دست، یک عنیف اکمل دست و یک سانگزای دزدی لنگ هم سر درستش و همین غنی دیوانه فاشست هم در کنارش. این نظام ساخته میشه، هیچ گونه نظام ساخته نمیشه. من شما تشکر سپاس جاری میکنم. البته من روی احساسات صحبت نمیکنم. نه نه بسیار خوب گفتین، درست. دردی من احساسات من ملت افغانستان درست است که ما بر بخیزیم از خواب. این شعاری نمیفهم که ما پاکستان میزنم که این کارا میکنم. این قصه های مفت است، برای قصه های مفت بر نگردیم. دشمن خود باید بشناسیم. دشمنی ما امین رهبران تاجک و قومی در حقیقت رهبر پشتون و ازبک ما را به معامله، ما را در حقیقت بالا یک مرکب سوار کردن، تفنگ دادن، سب عیسیت ما را، آبروی ما را گرفتن، بنامی ما یک کشور نامگذاری کردن، ملت شهید پروای افغانستان. تشکر لاله. افغانستانی ما هم در 300-400 دلار است، جاده و خیابان افغانستان پر از قبر است. تماما دانشگاه و دانش ما اورا فهمیدم. آقای خطاب من میگه که ازارا جوان گذشت، ازارا جوان گذشت به هدف و به مزار. من سر جنازه ملت گریسته هم. آفر. این ملت است که من میگریم. این ملت اوش دفتر است. ملت است. خب ملت عرض کردیم که ملت هم مسموم ساخته. ملت مردم خود این ملت است. شفقین یک ملت است. عبدالله یک ملت است. و قبی از وان بسیار پنشیری و تاجک و برادرای حتی پشتون هم قبی از او افتاده. باز سخنگویای یعنی نتاقانی از یا گویندگانی از اونا از آقای عبدالله هم پشتون ها را آوردن ماش میتن گفت میزن. یعنی میان ملت هستن، مردم هستن. یعنی ملت در مجموع و معام ملت. حتی ما ولی وقت برتون بگویم بعضی وقتی اگر پولی را که ما خدا قبول کنه فرستادیم اون زکات و دیگه و دیگه بعض انسان ها میگیرن ولی ما را در خانه میگن که برو چرا برو پرسان کو که امو یتیم پول میته یا نمیته، امو یتیم پیدا کنیم که پول خدا میگیره با وقتش یا نمیگیره. باز ما گفتم خواه یتیم ها یکی را میاره میگه که اینمی یتیم ها ما پول میتونم او را یک دو روپیه یک صد دو صد روپیه میتونم یک اکسی از او را میگیره که اینمی گیره. وقتی مسئله کرپشن و فساد و اینا باشه و به اعتباری در یک ملک یا تا پول خیرات شما امروز شما این آقای خراسانی از فرض کنی از کانادا خدا میربان شد و صاحب یک 300 دلار از جیب خود کشید که ما به یک کس میتونم نمیفهم از کجاست یادم خراسان خوب یک مملک یک وقتی چی بود خطه جغرافیه یعنی فرض کن اینا از بدخشان است یعنی بدخشان روان امو بدخشانی بیاد دادم سر را پیسه تا میگیرم خیرات نمیته به معادمی که در خاکدان نشسته و به مصیبت گرفتار است یا ما اگر یک طرفی روان کنم یک دیگه یعنی یک قدر کرپشن و فساد و دروغ و دغل و
پول پرستی زیاد شده، اینمی مجموعه ملت تا تشکیل میده. اید شما فکر نکنین که در پارلمانی کسایی که شیستن دروگو هستن و حق مردم تلف میکنه یا در ارگ. یکی اجتماع استا خو میگیره. و کسی که صادق هست و از گرسنگی میمیره و هم میگه بابا ما بدبختی ما میرم بیادر میدوزم و هم سایی که بیادر موترم داره و ساتشم تیر در روسی بچه خود $60,000 مصرف کرد. ما یک پیپ روغن ندارم که اولادای خود بتون بیا باز خدا میبخشه. اینمی وقتی که این مسئله تبری فکری در افکار مردم ظاهر شد اونمتون میشه. من میگم این یک دوره است، دوره بدبختی مردم افغانستان است. شما باور کنین تا یک دیسپلین قوی همه تو کراش نشه همین مردمی که واقعا تخلف میکنن، یعنی مشت آهنین در برابر از اونا نباشه، این ملت به ظاهری و عذر رو که قانون خوب است و خدا را حضور بگیرین و که چطور کنین و هیچ چیز برای از اونا بیتفاوت. بله سلام علیکم. بله برادر محترم خطاب صاحب سلام. و علیکم سلام و رحمت الله، بفرمایید. زنده باشی، خوب هستین انشاءالله؟ الحمدلله شما خوب هستین، خیر خیلی سلامت باشی، میربانی میکنین. خطاب صاحب به نظر من قسمه که شاعر گفته که هر کی صحیح مامو مصرش یادم نمانده، میگه هر کی جدا شد از اصل خود روز جوید پس وصل خود، یا چطور؟ یعنی موضوع یعنی سرحدات که غیر عادلانه در اینجا انگلیس در افغان قبولانده، این موضوع است که ایره بجبر کس قبولانده نمیتونه. امروز اقتصاد افغانستان بسیار ضعیف است، یک مملکت بیچاره است که در پاکستان رایگیری شو و پشتون ها میگه که ما افغان نیستیم، افغان چی هستیم، ما پاکستانی هستیم، در حالی که چرا که پاکستان در یک وضعیت بهتر قرار داره. ایره یک وقت آدم میتونه که این موضوع را دست بزنه که افغانستان هم تو اقتصاد خوب داشته باشه، برای مردم خود یک زندگی بسیار مرفه آماده کنه، بتونه که او پشنوهایی که در اون طرف آمد سی طرف علاقه پیدا کنن و باز امو شور افغانیتشان به جوش بیه و افتخار کنن به افغانیت خود، پس خود مربوط افغانستان بدانن دیگه. یعنی امروز همین موضوع را یا چی قرار دادن؟ اسباب قرار دادن از خاطر که تمام فکر مردم به طرف پاکستان و طرف متوجه بسازن، در حالی که همین خط دیورند اگر ما شما یک طرف وانیم، امروز تمام افغانستان فروخته شده. امروز اختیار زندگی هر افغان قوای خارجی داره که اگر زنده بانیشه یا بکشش که بازخواست ازش نمی کنه. 500,000 اضافه تر امروز افغانستان کشته، از سرک تا پچک شهر کدامشه که اگر بخواه هر کار کنه سر مردیش هم شاشه کنه، سر زنایش هم تعرض کنه. امروز یک نفر چی کده نمیتونه. از این میخواین که مردم اخفال کنن و کل فکر اوش مردم در اون طرف ببرن، در حالی که بیاین موضوعی که افغانستان امروز یا فروختن و خیانت کردن و قوای خارجی رو در اینجا آوردن و مردم رو بمبارتمان میکنن و میکشن و در ناموس مردم تجاوز میشه و مردم شب در خانه های خود همراه طفل و زن خود بمبارتمان میشه و یا ایست که وحشی ها در سرش خودم اندازه و میکشش و مالش چور میکنه و خانهش تر میتر. بیاین این موضوع رو و گپ دیگه که یا همین نوکرها شما دیدین که از یک طرف پاکستان رو دقو میزنن، از یک طرف خود از یاد اونجا سرکوار دلاغور رفتن، در حالی که طالب هم دمی دمیج دعوت شده بودن و گفتن نه این برای ما فعلا مناسب نیست، ما را بدنام می سازن، ما هیچ این موضوع را مربوط پاکستان نمی داریم. یک موضوعی است که امریکا آمده در افغانستان اشغال کردن، رای از آن مذاکره می کنیم که از افغانستان برای هیچ ما فعلا و اینمی ها هستن مثل همی ناصر نصاری و دیگه و دیگه که هم مگی از یک گداگای و نوکر هستن و نمی خواهند که دست پای مردم افغانستان از اسارت خلاص شوه و دمی حالت بر خود یک چانس را می بینن. چرا که اگر بازنال در افغانستان طالب ها بیاید خب باز کس نمیتونه که نوکر پاکستان کنه و نوکر امریکا را کنه دیگره کنه. افغانستان باید اسیر باشه، باید در اینجا روس یک رول بازی کنه، ایران بازی کنه دیگر کنه که هر کدام از یا برای نوکری خود کنه و از طریق ازوا در افغانستان یا داخل شون و یک چوکی و یک پوست بگیرن و به مردم خیانت کنن و جیبای خود از دلار پر کنن. و دیگه ای که خطاب صاحب امی امروز که افغان ها الله اکبر میگن، الله اکبر یک کلمه آزادی است که یعنی ما خداوند بزرگتر است، ما به خداوند یا که نعبد و یا که نستعین میخواییم و نوکر هیچ کس نمیخواییم باشیم. چرا که افغانستان در طول امی 40 سال آخر
به اینجا تهاجم صورت گرفته، افغانستان هم میخواین که تسخیر کنن، بگیرن، مردمش محکوم بسازن. مردم الله اکبر میگه، از خاطر که میگه که یعنی ما بنده خدا هستیم، ما بندگی خدا را قبول داریم و از هیچ ظالم و از هیچ فرعون دیگر ما قبول نداریم. این به کلی بجاست، این شعار است که باید باشه. و مردم افغانستان هر کسی که در اینجا دین مورد حمله خود قرار میده و دشمن مردم افغانستان است، یک دفعه دیگه من در این باره انشاءالله موضوع خدمتان به عرض میرسانم که همین خود دین است که در این وقتی که انسان ها بینمت و مشکلات دچار میشن، این همین دین است که باعث نجات از یا میشه. سلام علیکم و رحمت الله. درست میگن، همین خود مرکز دین حسن، دین اسلام عقیده است. عقیده وقتی با خدا یکتا داشتین و عقیده دریچه دین داخل شدین، باز دیگه فرایز است. اگر شما نماز بخوانین و عقیده نداشته باشین، نمازتان باطل است و زکاتتان و حج و همه چیزا. از امو آغاز سرشته و چشمی حیات دین اسلام، عقیده انسان به خداوند است از دل و دماغ. اما تو که در دین جبر و اکراه نیست، منطقه اگر خداوند لطف کنه که آدم عقیده مند باشه که خدای از خالق کائنات، و قرآن هم تشریح میکنه که در هر ذره خداوند، حتی از ورید گردنتان شما نزدیک از خداوند لاعزال، یعنی در درون شما، در هر ذره شما موجود است. و این را ساینس هم باید رد نکنه، برای از اینکه یک تنظیم در کائنات موجود است، از ذرات خرد تا بزرگ به یک تنظیم میگرده. حتی حیوانات، تولید مثل همه از اینکه پلو بگذارین، یک تنظیم موجود است. تنظیم کی به وجود آورده؟ ایره خداوند خالق همه، یعنی صنعت یک پاور، یک قدرت هست. ایره خداوند ما میگیم، یکی دیگه بگوان، یکی و منتها وصل میشه به خداوند. وقتی اونطور یک چیز صورت گیره، باز استاد دیگه همو شش رکن عقیده در میان میه. وقتی همو عقیده مضبوط بود و او ناگسیستنی بود، باز بشری چیزها جای خود میگیره. میگه همو جبونترین میگه زود میمیره در حیات خود کسی که ایمانش ضعیف است، یا در یک محاربه داخل میشه و قدر که دشمن به او ضربه برسانه و خود از او از ترس، یعنی در یک حراس میمیره و خراب میشه، خدا اوگار میکنه. یا اینا میگن که کسی که ایمانش بسیار ضعیف است و ترسو است، حتی هم تفنگ خدا فایر کرده نمیتونه، و کسی دیگه میزنیشانه میکوشیشانه. ایمان یا امو در درون امو انگیزه هایی که موفق هست و خدای هست و اطمینان میته از درون امو در صدر اسلام هم امتر بوده. با تعدادی بشار کثیر مسلمان ها برابر میشدن، مسلمان ها برنده میشدن. اونا مایران میموندن که اینمی یک چند نفر محدودی با لباس سفید و یک چند تا تیر و کمان و میان و ما تو در قهر دشمن داخل می شدن، همه را به فرار محکوم می ساختن. به هر حال این چیزی که شما میگین همه طور است، همه مسلمان عقیدش است. مگر از همه اسلام شیطنت استفاده میکنه. خود قرآن هم میگه که شیطان دشمن شماست. و شیطان هم کس به لباس انسانی، به لباس پول، دلار، این و آن پیشوریتان میه، شما را اغوا می ساز. بله، سلام علیکم. الو، سلام سبا جان، خوب هستین؟ خیر، تشکر از لطفتان، محبتتان و روز اعلان کردن. برادر محترم، شکر که صحت دارین. صحت مند شما را میشم. از خداوند میخواهم از تمام سلام خدا به تمام هموطنهای خود تقدیم میکنم. بسیار شما صحبت خوب کردین راجع به دیورن. بله. من خودم یکی از عضو دیورن بودم. خب. وقت البته مدین. آواز من میشنوید؟ میشنو. بله. در وقتی که متین این پارا پیش می بود. پس من دیدم که کشور ما در حالت است که باید اول ما پشت دیورن بگردیم که کل کشور ما دیورن وره نابود نشه. باید همه که مردم اول متوجه کشور خود شوند. بسیار موضوع خوبه گفتین. فقط حالا باید تمام مردمی که میگن پشت دیورن میگردن، اول کشور خدا باید خدمت کلگی مردم دست یکی تاک نکنن و اتفاق نکنن. این قدر این جنجال و جگرخونی ها و این جنگ و دیگه پا و اشغال ها از بین نمیره.
فقط ما یک شعر از محترم آماد صاحب انتخاب کردیم راجع به می که یک خدمت که مردم چه قسم خدمت کنه. اینه میره اگر اجازه تو بفرمایید. بفرمایید. میگه ای انسان، تو موجود بس بزرگی، در عالم خلقت هزم موجودات دیگر تو سترگی، برخیز و با ام نوان خود یک جا جهان را دگرگون کن، نعمت ها را در روی زمین برای همه افزون کن، از سختی ها مراز با تمام نیرو به پیش برو، با هم انسان های خوب همچو دوست در نابودی نیش برو، جهان را با نور و علم و معرفت زیبا کن، در سمگر انسانیت و دوست جا کن، در زندگی روشنی و پیروزی بیاور، در همه دشتهای جهان سرسبزی بیاور، صدای ناله و گریه را از بنیاد خاموش کن، صدای ناله و گریه را از بنیاد خاموش کن، تعصب و بی‌اتفاقی را در سراسر جهان در آتش کن، تعصب و بی‌اتفاقی را در سراسر جهان در آتش کن. یک جهان بسیار جالب بود. والا بازش بسیار خوبیش بود. تشکر بسیار جان عزیز. دیگه وقتتان نمیگیرم. خداحافظ. بله سلام علیکم. بله بله بفرمایید. الو بله سلام علیکم. بله خطاب سلام علیکم. سلام علیکم. سنگ ورو رو جور پخت چیری جور تیار تا اورم او تا وینم زما د زړه د مانات د ټولو د قوتي ژوندۍ اوسه زیا تعریف او توصیف نکوم او زما کنه لګیری هغه زما لګ مصروفیتونه دي نه بلکې ولی په هر حال قلبن د ساعت لیلوته. خطاب صاحب زنن غواړم چې څو کلمې چې هغه زه البته په دې قاصر عقل کلیدی عنوانه و ما کلیدی بنوی ولی خو زه دا عرض کوم چې لږ سره ورسی و خلق پا اول خو زه دا عرض کوم چې امریکا و متحدین نور د اسلام مدافعینو ته احتیاج نلری، هم په افغانستان کې هم په سراسر د جهان کې اغونه ډیره ښه استفاده وکول، هغه څه چې تاسو مهرباني وکوله روسیې وینسته کار یې وشه، هغه څه چې تاسو مهرباني وکوله چې امریکا هم افغانستان د افغانستان خلق هغه چا چې قربانی اصلا ورکړه، نه هغه چا چې اور میگونه غټ کړه چې فعلا وسم ژوند دی او پیسې هم لري. نو اصلا یوازې پرې خود روس هم دغه سې کار د هغه ورور د تایید په ارتباط په څو مرحلو کې افغانستان تنها پریښی. دا یو نور دی د افغانستان خلق، د افغانستان اشرار چې په مجاهدینو باندې ځان معرفی کوي که یا اوس فعلا بیشرمانه پاکستان ته هم ځي او د پاکستان په زده هم شعارونه ورکوي، حتی د لطیف فدرام په شمول الله اکبر لاترای ایران پاتې کېږي چې دنیا څنګه قیامت نشي. بیا اوس دوی که چرته دا خوبونه وینی چه بیا با پا قدرت رازی امریکا با پا دوی بانده سرمایه گذاری کدی، دا هیت امکان نلری، منتها دغه رفت آمدونه پا دوی ده پا خاطر کهی چه دوی رسوا و ردیسی، حتی دغه نامقدس و نامعنوس ائتلافونه دا افغان دا روس و دا امریکا پا مشوره بانده کهی اشرف غنی توایی پریگ دا دا دوا دا یوه دوایمه خبره داده چې روس و امریکا او د دوی متحدینو چې ټول د سرمایه داری او د ټول په یو موقف کې دي د عربستان شیخانو په شمول، دغه یو ځای خپل منافع لري، یو د بل د منافعو په خاطر باندې په آخرین تحلیل کې یو دی سره ظاهرا زرگری جنگونه د دوی باید موږ او تاسې په نظر کې ونه نیسو. اشرف غنی په اصل چې اکثرا تاسو د ده په ضد حق لري او وای، ولی زه وایمه چې اشرف غنی وړونکی دی د ده په خاطر چې اشرف غنی، طالبان، امریکا، آی اس آی دا ټول یوه خبره لري، حتی دغه خبره چې امریکا ظاهرا
طالبان نازریگی دام امریکا و داشت افغانی پا مشوره شویده چه دوی نازریگی دیو خانه نازریگی بعد خانه نه سوا بندیان ورد خلاصه دیو خانه نازریگی دبل خانه بیا نور خلق چه اصلا داغون جنات پیشه دی داشت افغانی نجنات پیشه دی اشرار دی بی دین دی بی مذهب دی بی وطن دی دوی سر دا طالبان به شرمانه زی خبری کهی داغ طول کلیدی خبری باید باز وازی شی دیو پا حق باید درست فکر وشی واز زما فکر داده ای چه زما پیشنهاد تاسو دوستاسو اوریدون که دوستانو تا داده ای چه اصلا پا سرو پا خلکو بانده پا افرادو بانده باید منگه اونه غیگو بلده چه کلیدی بلا خبره داده چه دستان نظم دستان مزاج یو تعدادو تر دست مالم شوی چه آخرین خبره حق خبره چه ما پا کلو کلو که اسلام دین وسیله ده قدرت رسیدو پا خاطر ده پا آخرین تحلیل که کهی ده ده پا خاطر شی او سره که خبری کهی بیاروازی وی چه دا گور امان پلون یو سر ویلی وز بل شوی دا خواصلن کیوان ده کیوان خواصلن زردشتی و به مثال در توان یا فرض کوم خراسانی دا یا الله اکبر گره تنگ دستازو دو موقف نه دستازو اسلامی پاک موقف نه سو استفاده که دی تاسی ورطا ورط خانده یا ورطا وایی چه دیر که تحلیل دیو که دقا طول خبری دی چه دقا رازونه دی باید انسانان تو پیجنه چه حرامیان باید یاو دبل پا مقابل که ونه جنگی گی هدف بیان کی بهبودی بیانه کی او نه چه دا که تاسو استعمال کی یا خلکو زد او ده انسانانو زد بانده او خبر دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یو څوک راغی وای د ایتاب قوم کې اریو راځي چې دا خبره تا کړی ده د ایتاب حدیث ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته مخ راوړو وای چې ویل دي وای دا څه یو شی ویل وای دا مانه ده ویل مګر دا خو ډیر ښه خبره ده چې کوم نه ویل دا ومنه ولی نه منه یو فرض کا او چا که تاسو ته یو څه ویلي چې ما ویلي دي پیغمبر دا خبره وکړه حدیث دی پیغمبر ده او تاسو ته راغلی تاسې منبع چې ده مصدر چې ده قرآن ده هغه راواخلئ ویګورئ قرآن کې مطابق د قرآن و مخالفت یې نه درلود له قرآن سره د خدای له کلام سره هغه ومنئ که ما ویلی م نه وي هغه ښه شی ده یعنې چون مطابقت لري په قرآن پورې اوس ما ته م وروره چې یو څوک راشي ووایي چې له اسلام نه استفاده کیږي او زه خپله م پوهېږم چې اسلام نه په افغانستان کې جهاد کې استفاده وشوه اوس په فعلي شرایطو کې استفاده کیږي په دغه ایران احساسات د دینی یا مذهبي د ایران نه په ډارولو د عربانو کې ګټه اخیستل کیږي استکبار دوی د هغوی په مغزو کار کوي دا خو نو که هغه یې ووایي یا ته یې ووایي یا زه یې ووایم دا ماته بې تفاوته ده د هر چا له خولې چې یو ښه خبره معقوله خبره راوځي زه داسې یو شخص یم چې ما سره که څوک دغه نیم ساعت مخکې مشاجره وکړي غلمغال وکړي حتی ما توهین کړي نیم ساعت وروسته که یو ښه خبره وکړي زه وایم دغه ښه والا ښه خبره وکړه دا ما په خپل شخصیت کار کړی ده زه هېڅ وخت عقده عناد د یو چا په باره کې نه اخلم او دا م ویلی نه شم چې د کمونیست او د دوزخ ته ځي او زه به جنت کې چکرې وایم یا ما او تا به خدای پوهېږي همغه بندگان دي خدای څه شي جوړ کړی شاید بل ورځ ما یو څو هغه ولوستې ډېر هغه و چې په هېڅ چا باندې تاسې د شپې له خوا امر مه کوئ شاید د شپې هغه توبه وباسي سبا به بل سړی خدای به راهنمایي کړی ډېر خلک دي چې وله پاخه کافرانو اوس داسې منځونه کوي د دین دفاع کوي بلکې ځینې یو ډېر ښه پاخه مسلمانانو ګیرې درلودلې او دای دغه یو یې دا سلیمان لایق ده صاحب خطبې به یې د جمعې ورکولې پلار یې ملا و خپلم آخر راغی تر اوسه پورې هغه د دهري ده ضد د اسلام د کمونیستي پارټۍ هغه مهم غړی هم دی و ډېر خلک د دوی په دوران کې مړه شو له منځه لاړ شاعر هم ده بل هم ده زه مثال مې درته ویلې داسې ډېر خلک هم داسې دي یا ډاکټر نجیب په آخره کې غون قرآن یې حفظ کړی و صاحب حافظ د قرآن منځونه به یې کول خدای ته یې مراجعه کړې وه بل حال دا چې یو وخت یې په خط کې کار کوه زه وایم د هغه لپاره تاسې یو مکتوي په یو چا باندې امر کولو تیشه او برچه راویستلو یو سای په خاورو لړل دا هغه ده له اسلام نه ډېره استفاده کیږي په خدای دومره هم دغه افغانستان کې ته د اسلام هغه په ضد وغږېږي همدغه کرپټ اجتماع دې وزني مګر که د اسلام له طریقه هر غلا چې وکړي چور واچوي چپاول وکړي غون درته دا سیاف ولاړي چټیات وایي غون الله اکبر الله اکبر د خدای نوم هم هلته هم یادېږي دا چې چېرته هغې چې دوست ما گفت
این صدای آزادی است، استقلال است، یکتایی خداوند، بزرگی خداوند در اونجا بیان میشه. الله اکبر شعار بسیار نیک است، مگر از روی استفاده میشه در امون محافل و تجمعات صاحب در برابر حرفای یک رزیل صاحب اکتفا الله اکبر چی ناری تکبیر. بله سلام علیکم صاحب. آقای خطاب سلام مجدد، بسیار معذرت میخوایم، صرف یک جمله دو جمله. اما چاستم آقای خطاب، و این مهم نیست که تو کهکشانیستی، تو آسیاییستی، افریقاییستی، نور الجهانستی و غیره، این مهم نیست. این مهم نیست که تو آتش پرست استی، بت پرست استی، خاک پرست استی، هر چیزی که استی، مسلمان استی. در شرایط فعلی افغانستان این مهم نیست. چیزی که مهم است ایست، ایست هموطنهای عزیز، کلتان گوش کنین صدای احمد چارا که غیرت، شهامت، شرف و ناموس داری یا نداری؟ وطنت گرفته، مردمت، ملت خود قطعا نداری، مردمت داغان داغان کده، مجدت پاشان پاشان کده، اینی باید خطا بخوره زیر سلطه اجنبی ها. و درباره دوران این مهم نیست که چی میگه، این خاک از ماست، وجب وجبش از ماست، باید پس گرفته شد. بخیر بخیر بخیر، همه چیز بخیر بگوید، به خیری چیزا نخواهید سر. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم سر. و علیکم سلام. خدا سر پیش از این معادت مصفیه تبزه کرم بچه سمیگم. امی خانی یک نفر دوز آمده بود. سید دسید آنه دوز آمده بود. در وقتی مجاهدین در افغانستان داخل شد رکایی. امی در آمد در می خانه ایش هم بگیو تلیزون هم بگیو باکر هم بگیو قالی هم بگیو. وقتی برآمدن چشمش خورد در می دیوار یک کلمه بسیار مقبول، کلمه شریف است و چهار طرف شام چوکات است. گرفتم چوکات، چکر نزمی دیوال، ایرم کت خود بود. دیسرای بخانه که فرکل چیزا رای بیری چرا بری؟ گفت بلا ده تنها تو مسلمان نیست، ما مسلمان نیست. آره ما کلار هم یک مشکل داریم. خطاب شد که همی وقت که چیز میشه، مجالس میشه و صحبت های سیاسی میشه، کل اگه خوب صحبت های فیشنی یاد گرفته هست. درست میکنم. جملگک های برابر و دل هم که ما میگیریم و خاک میگیریم و تو میکنیم در موبین خانه در مزامین افغانستان در گناه درخت که موبین اولی خود نمیشون و بومش که حالا در این ست لحوه کی بره بیار از نل بره بری او بره درست که نفر راجب افغانستان گفت میزدم گفت بسم این تاکی املاکت ما خراب است. گفت چی باعث بشه که افغانستان خراب است؟ چی گفت از اینجا؟ ما اول فلاس شروع کردم که 5000 سفارش داریم از خراسان شروع کردم ماریانا خوادی آخه گفت ما یه صرف میده ما کار ندارم و ما ایره بود که چرا جنگ ازم مملکتون چرا آباد نمیشه؟ خب ما یک قسمت سر انگلیس هم داختم سر، یک قسمت سر انگلستان هم داختم، یک قسمت سر روس هم داختم، پاکستان گفت خلا شد یک کلش در بر گرفت شد یک کار گفت دیگاه چی تو میکنی؟ همونجا خودم ایران راست میگه این قدر یک چند سال شخص داریم مملکت ها داختیم دیگاه چی شروع کنم؟ یک تاریخ ما کهن داریم. اگر با خودم مقایسه کنیم که دیگر مردم بسار شد، مردم گستاخی نشد بسار هم تو سلف دسترکتیف هستی کنیم، خود هم خود ما تخریب میکنیم. درست فرمی بسیار مقبول هم مختصر هم بیان داشتیم. اطراز مسئله عادت است در هر کشور، ایرکندیشنینگ یک چند بار هم عرض کردیم تکرار میشه، چون قضایای افغانستان، مسائل افغانستان تکراری است، چرو چپاول تکراری است، یک حکومت تحمیلی تکراری است، همین شورا تکراری است. اگر تا میگه که ما حالا دیگه نمیم صاحب مایوان رفت قار کرد که من میرم با تکراری رو میبینم فلانی رو تیر میکنم، نیو کار رو نکو بیاداره، همین کلی چیزا تکراری است. یعنی سیاست جهان اگه ببینین، همین سیاست امریکا، همین سی این این باز کنین ضد دونالد ترامپ، چیزی که باید دهنی از اینا میگه که روسایی را همکاری کردن و از طریق فایبر روسای راه های تکنولوژی که دارن آرای ازیر بالا بردن و یادم رئیس جمهوری تقلبی سب تا جای میتانن سب این دانالد ترامپ تقبیح میدارن و سب نقد میکنن و ذره ذره گیر میکنه که چی گفت و نگفت. باز فاکس که از طرفداری و جانبداری از دانالد ترامپ داره، چه اگر شما برین اینه که امو بهترین مهد دموکراسی و صدای آزاد امین است. ما مردم متاسفانه چون بلد نیستیم هر چیز برای ما یک دفعه خسته کن میشه. امی خود سیاست افغانستان در امی چهار دهه اخیر بسیار تکراری شده، گپای ما تکراری است، میزای مدور تکراری است، هر یکی را گفته امی دوست ما در امی
میزای مداوری کسایی که یک دفعه می نشینن و دانشان کف میکنه و وال مقال مندازه و سه باز اموره ببینی که در یک دفتر مامور است. در اونجا باز امور چور و چپاول امام میکنه و امام دوزی میکنه. یک نفر میبینی سب یخن پارگی و که افغانستان چرا پیشرفت نمیکنه و بزن و بکن و سب باز او رو میبینی که در لس آنجلس بود یا در امریکا بود موتر فروشی میکرد. اونجا لسای به یک 50-60 میلیون دلار شد. او را که در بازار ایسی ها گفتی بازی ها ببری به در سه تنگه او ارزش ندار. مگر اونجا در میچور و چپاول و اینا مگر حرفایش که ببینی کلگی دیگر نقد میکنه. یا اگر نتاقی ما در تلویزیون میشیند چیزی که دوز و دقل است نقد میکنه. سای فکر میکنی که خام میخوره اونا رو. باز وقتی که پول در جیب خود از این مفته سای از یه غریب و غربه یک زلزله زده او سای باز نمیتن. میگه پیشم از باز هر وقتی که خدا میربان شد باز میرم میکرویان جور میکن. اون پول مردم است در جیب خود، یعنی پول خیرات مردم علنا در جلوی چشم شما. باز یک چند نفر میره که بسیار نطاق خوب استی و آفرین و ما هم نظرت استم زنده باد و آفرین و اینا که گردن از اون آدم هم بسته میشه. جایی که بگه بابا خودت که وار نقد میکنی خودت میدوزدی دیگه کفر از خانه چی میگه کعبه خیزد ادی اقل خو خودت خو کمی باید پاک میبودی که ناپاکار نقد میکنی. یک آدم چتل و کثیف برو صاحب دیگه رو بگه کثیف هستین و چتل هستین و دوز هستین. این صاحب دمو همه ارکان دمو امور زندگی ما همه تو شده که دوزم خبردار و صاحب خانم نمانیشه یه طور یک چیز درست شده. دیگه به اول حاض دین در افغانستان بسیار خریدار داره، خوب فروشنده داره. هر یکی برای به خاطر دین که افغانستان گفته اگه مو یک چی بود یک وقتی یک شکل فکایی رو داشت میگه یک چند تا وقت جهاد یک فامیل آمده بودن از اون جمله فامیلای آزادتر بودن و در این سواحل امریکا میگه جانای خود لوچ کده بود و چرب کده بود و افته و میداد و باز اون طرف یک امریکایی هم آسایده بود و خود افته و میداد. باز گفته شما کیستین دخترای مقبول مقبول چی میکنین در کجا و از کجا آمدین؟ باز اونا گفتن ما افغان هستیم از افغانستان. گفت چطور از اینجا برامدیم؟ گفت اسلام در خطر بود از او خاطر ما برامدیم که مهاجرت کردیم. دیگه یکی او نحوی از او هست که به او شکل آدم مهاجرت هم میکنه و وطن هم ترک میگوه. برای ما بسیار جالب است که امروز یعنی اصلا خو این مسئله جهاد و هجرت دو فریضه عمده دین اسلام هست. خود پیغمبر وقتی سرش بالایشان تنگ آمد در مکه معظمه خداوند سرش امر میکنه که هجرت کو. از اونجا همین خود تاریخ اسلام از هجرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم به مدینه منوره سالهای هجری امو کلندر یا جنتری دینی ما از اونجا اسلامی ما از اونجا شروع میشه. یک حرکت مقدس دانسته شده که شما وقتی در برابر ظلم و مظالم قرار میگیرین در قلمرو شما هجرت کنین. اونا باز هجرت کردن. این خط به خط برای ما یک مثال شده میتونه خود پیغمبر اسلام. مگر باز در جهاد هم میکردن غزوه ها جهاد ها راستگویی های پیغمبر حدیث سنت همین از اینا برای ما یک فرم شده باید باشه که اون رو امروز در افغانستان برادر در وقت روسا ما هجرت میکردیم ولی پس عودت میکنیم. برای ما بسیار جالب است یگان تا مرا قایم میگیره که تو تا حالی نرفتی افغانستان. ما ممنی همی شما هم نرین شما هم باید براین از افغانستان هجرت کنین جهاد کنین. مگر دیگه میدوان صاحب آمد تو چارنال میده و کسایی که هجرت کرده بودن از روسا وقت اتحاد شوروی وقت اشغال اول اونا صاحب آنمونج رفتن چار سیره انداختن. صاحب در این معاسیات خارجی 5,000 و 6,000 ماش میگیره و صاحب آرام در کابولی طرف قرقه رفتم و فلانی رفتم و مرا مردم عزت کرد. باز میه برای سالگیری نواسی خود صاحب در لس آنجلس اینجا اشتراک میکنه و باز پس میرن و سب در ارگ هستن و دیگه. اگه برای ما به نظر ما اگه او اشغال بود و هم کفار بودن یا هم کفار هستن و کل الامرتان یهود و نصارا رو نگیرین و قرآن هم امر میکنه و دیگه باز اگه جهاد کرده نمیتانین هجرت خو کرده میتانین. مگر جایی که هجرت کنه معکوسی از او پس برمیگردن. تا شیخ ما گفت اگه این قرارداد شما امضا نمی کنی و حامد کرزای واری اگه آدم گفت او سردار جهاد و که دیگه و دیگه حامد کرزای اگه آدم یادی دفتر آقای سبغت الله مجدیدی بودن و سوق اداری جهاد نزدی از اونا بود
آقای سبقت الله عالم دین دیگه، یک آدم کاتب غیر عالم یعنی جاهل دین گفتم میتونیم، او میگه که امضا دستخط نکنین تا که عملات شبانه توقف نکنه و برای ما یک اطمینان بده. این میگه اگه امضا نمیکنیم ما اجرات میکنیم، یعنی معکوسی از وقتی او تر باشه یک مثال برای دیگه شده میتونه که او حضرت صاحب خالم است و که این کارا را میکنه دیگه، ما هم باید در این جده چور و چپاول دست داشته باشیم میره بپذیریم. یعنی شما یعنی کمک عمیق‌تر اگه مطالعه کنین عالمی مجاهدینی که در سنگر گرفته بودن در پاکستان و از اونجا امر و نهی صادر میکردن و مردم سوق میدادن، خب مهاجرت کرده بودن، جهاد میکردن. امروز خود از اون پس عودت کردن زیر سلطه از اینا قرار داره، اونا میره در اسلام آباد هم مینشینن و در اینجا اونجا. یعنی واقعیت بگوین، آنچه واقعیت در فکرتان خطور میکنه میبینین که از لحاظ تجربه، از لحاظ قشر دین، اول دین هم اگر شما آگاه هستین او را خوب بیان بدارین. ضرور نیست که شما بسیار عالم زبردست دین اسلام باشین که زیر و زبر دین بدانین و باز قرآن هم حفظ کرده باشین، باز شما از دین یعنی فتواهای خود صادر کنین. ولی چیزهای آفتابی دین است، او را عالم دین کار نداره، او را تجربه ثابت ساخته، سالها به گوش ما و شما رفته. باز اگر دیندار نیستین انسان خواستین، اگر دیندار نیستین یک عقل خود دارین. در خانه یک کبوتر یا یک پرنده یک خزن یک فرض کنیم تهدید داخل میشه، پر خود میزنه، پنجال خود میزنه، نمیگذاره که اونا اونجا با داخل شو اولادا و چایشان هم در خطر قرار بده. مگر در افغانستان ما بشر با خوشی، خورسندی، خوشحالی میپذیریم، افتخارم میکنیم، لذتم میبریم. سیاست تکراری، سیاست افغانستان و ما هم تکرار باید در بزنیم. من اگر ده نفرم مهمان بیارم در برنامه برای شما، این حرفایی که ما میزنیم بیان میداریم، اونا هم از زوایای متفاوت شاید این چیز برتان بگویه بیان بداره. مگر داستان افغانستان نشست قطر این تکراری است، مداخلات پاکستان تکراری است، جفای مجاهدینی که امروز طرف زیر سلطه قرار دادن تکراری است، جنگ طالب هم تکراری است، انتحار هم تکراری است، حکومت فاسد هم تکراری است، پالیسی امریکا و خلیلزاد همش تکراری است. یعنی یک چیز نو بر شما آورده نمیتونیم که بایم خلیلزاد رو شاخ کشید و صاحب رفت، یک طالب دیگه هم شاخ کشیده بودن، شاخ با شاخ شدن، بوز جنگی بود در اونجا. یا امریکا تصمیم گرفت و صاحب که افغانستان هم نمیدانم در باره چی تصمیم داره. و همین سیاست باید آشتا آشتا چگونگی زوره با هم در میان قرار بتیم، بزن از لحاظ روانی تحلیل بداریم، از لحاظ استراتیجیک، از لحاظ دینی. یک چیزای نو نو اگه در فکر ما خطور میکنه در امون زیر چتر همی بحثای تکراری باید شما بیان بداریم. دیگه تو تنگ یکی قار میشه که والا ما رفتم که فلانی تکراری آمد. احمد جاجان شما نمره بتین علاقمند است، با جرات میه گپ میزنه، دوست ما از آلمان بشر با جرات گپ میزنه، همین خراسانی میتونه بره قرار به زندگی خود مشغول شوه، هیچ با یک تلویزیون هم علاقه نگیره، با قضایای افغانستان هم علاقه نشان نده. حد اقل همین کسی که علاقمند است به مسائل افغانستان ایره شما یک نمره خوب بتین. یکی برای شما دیگه بیادر یک روز سازی لوگری رو چالان کنیم، یک روز هم غربی رو، یک روز رپ بشنویم، این سیاست تو نیست. و شما هم باید بیاین جایی که میرین گوشگیری میکنین در این لعنه تلفون بیاین، از این فرحت، از این فرصت نیک روشنگری شما استفاده بدارین، بیان بدارین که در مغز شما چی هست، چی میخواین بگوین، یک صدای نو، یک عقیده نو. یک دوست محمد ولی هم یک فکایی بسیار جالب که یعنی اقدر یک بحث باز میکنه که یک نفر در خانه یک دوز می هم کلمه را که ما مسلمان است و ما را بیاد میاره که یک نفر میگه در ماه رمضان بسیار شکمبو بود و صبح که میخیست یک چهار دانه تخم را میخورد و نوش جان میکرد، با چاشتم هم چیزایی که از افطاری مانده بود را گرم میکرد میزد و با دیگر هم یک کم یک گلاس شیر و در وقت افطار هم خوب فول نان میخورد. با وجود سحری هم میگه بلند میشد و که ما
این در سحریام میامد و بازم من پلاو چلاو و بمرای دیگه میخورد. یکی گفته بود بابا خود روزم نمیگیری، کدام عبادتی دیگه هم نمی کنی، دیگه هم افطاری رو سحری رو چی غرض داری؟ گفت میخوایی که همه تو زنده کافر شوم امیرم نکنم. دیگه لی آدم هایی که به او رقم اسلام به پیش میبره و تطبیق میداره، یعنی همه تو راز، یعنی سوچ نباید کافر شویم همه چی کنیم. بله سلام علیکم. سلام علیکم. بفرمایید. خطاب سلام علیک. و علیکم سلام. خطاب سلام محترم، من چیزی گفتنی ندارم، انتقادم ندارم. یک چیز به دلم میگرده که میگه پیغمبر رسول الله صلی الله علیه و سلم یک حدیثی آمده که میگه از دنیا قطع شده بود، دنیا را از سر تلفن کنه. بله سلام علیکم. بله سید. بله بفرمایید. السلام علیکم خطاب سید مدرم. چه حال است؟ خوب است یا مدرم؟ خیر و خیر. و علیک شرف فرافورت خدا شمارت میکنم. خب بفرمایید وردک سید. سلام برای بینندگان عزیز مدرم. نظر خود راجی به مسئله افغانستان از طریق برنامه شما به شنیندگان و تمام مردم افغانستان میرسانم. اولتر از همه آقای خلیلزاد میخوایم راجی به سیاستش جره بس کنم و این آدم هیچ یک سیاست مدار درست نیست. طرز گفت زدنش همش شنفتم صاحب اینا یک رقم صحبت میکنن که همون چیزی که میخواه بگوین یادش میره، یک مسئله. و دوم صاحب این یک نماینده امریکا، عمرش در امریکا تیر شده، یک کسی که 20 سال 30 سال در خارج از افغانستان زندگی کرده باشه صاحب، و چی علاقه من به افغانستان است و این آمده صاحب به افغانستان خوشگذرانی کنه. و یک دیگه موضوعات افغانستان چرا در پاکستان حل میشه؟ این چقدر بیغیرت مردم هستن این رئیس جمهور افغانستان. یک روز دشمن هست، باز یک روز میرین در میز مذاکره در کراچی یا در اسلام آباد باز میشینن موضوعات افغانستان حل میکنه. و دیگه صاحب خدمت شما عرض کنم خطاب صاحب، ما میخواییم که تمام قوای ناتو در افغانستان باشه، از افغانستان ترک نگوین، به خاطر از اینکه مردم افغانستان در ابتدا تعال اینا اگر واقعا وطن پرست می بودن مملکت خود آباد میکردن، در ایسی آباد کردن مملکت خود توجه نداشتن و ندارم. و ناتو باشه، یعنی افغانستان اشغال باشه، یک صد هزار عسکر آلمان هم بیایه، بلده که این مردم افغانستان غیر از آدم کشتن دوزی چور چپال دیگه که این مردم یاد ندارن. این قوارا و ایلیشا و نصار پکا و یا چی بده هست میخوره من یکی بتخواه نمیتونه برای جمهور ما بگیره. من کسی هستم که مثل پارلمان ترکیه واره باشه، خب یک پارلمان صحیح باشه که لباس داشته باشن، دریشی کافی انسانی داشته باشن. ایسه بود نظرات ما. خدا حافظ خطاب صاحب محترم. آه دیگه دلیشی و اسلامی نمیفهم. خدا نصیبتان کنم تو چیز. گفته امو حسن اولوسمال صاحب میگه دو پرنده بود یا گنجشک میگه جنگ داشتن و صاحب زد و کند و یکی دیگه خدا چیر چیر کردن و پرای خدا باد باد کردن و از اون درخت میگرد دوی از اونا افتادن در حال جنگ بودن که گربه یا پشک آمد در دوی از اونا رو در دهن خود گرفت. گفته اگه من نمی بودم خوشما خدا تیکه تیکه کده بود. هر دویشان هم میگه خورد و صاحب هم غذا یک روزی از پشک شد. در افغانستان هم همونطور هستم. چیزی که شما میگین باید همی اردوی آلمان هم باشه و دیگه هم باشه که ما یکی دیگه خود نخوریم. اگر اینا نباشه ما خود یکی دیگه خود قرد کده بودیم. به هر حال دوستان عزیز، ما هر کدام یک دوست ما به نام محمد رفیق سعیدی نام داره، اونا گفتن توهین، هیچ کس به کس توهین نمیکنه برادر. نه کدام کلمه بد به کس یاد میکنه. از افغانستان تحلیل میشه. ما هجرت و عودت هر دویش تشریح کردم که فریضه است از لحاظ دین اسلام. مهاجرت به آلمان هم میره مردم، به امریکا هم مهاجر میشه، به پاکستان هم هست، به ایران هم هست. هر طرفی که شما برین و دوباره باز یک سنگر بگیرین برای رهایی مردم، برای خیر، برای مردم یک کاری کنین. انواع مختلف جهاد داره. جهاد صرف این نیست که آدم بره با در سنگر استاد شد و باز تفنگ ور داره. جهاد قلمی، فکری، زبانی، مادی، اینا رو شما دارین. یک نفر یتیم اگر شما دستش گرفتین یک جهاد کردین، یک جد و جهد نیک انجام دادین.
دیگه که به کلی خودت چیزی کار نمیکنه دیگه او را کمک خودت سر خودم کار کن لالای گلم. گران دوستان و تاسی هر یوب خدای سپارو لینای ما مشغول است بیا با انشالله سراغی گیگو پا مخم خدای پا ما.